بله، با درودی دوباره خدمت یکایک که شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم در این روز دوشنبه. دوشنبه آغاز هفته است، دوشنبه است که در حقیقت دهم است، دهم جون، 20 خرداد 97. باور کنید هر بار که میخوام این تاریخ ها رو بنویسم همه رو اشتباه مینویسم، نمیدونم دلیلش چیه. مینویسم مثلا امروز دهم جون 2013 2017، دستا نمیاد بنویسم 2019. یعنی در حقیقت باورم نمیشه که چطوری ما تحمل میکنین این همه ظلم رو، این همه فساد رو. خب برنامه که آقای جهانشاه رشیدیان به همراه آقای حسن شریعت مداری، مهندس حسن شریعت مداری درست کردن، خب دیدید و دعوت میکنم حتما ببینید اگر ندیدید. ایشون زحمتی کشیده این پروژه رو، ابتدا برای داستان سایت توانا درست کرده بود و بعد اون رو، همون برنامه رو که بها کار ارزشمندی است، آقای رشیدیان از ایشون خواهش کرده که همون برنامه رو همین اینجا هم عینش رو اجرا بکنه و ایشون هم پذیرفته. بسیار کار خوبیه. دعوت میکنم حتما این سیر تحول دموکراسی رو ببینید. ببینید که اروپا، همین قرارداد وستفالی که راجع به شرف میزنن، ما یه چیزایی میشنویم و روش رد میشه، ولی نفوذ کلیسا که امروز دوباره نفوذ کلیسا برگشته، این چیزی نیست که بمیره تموم بشه، این تمام شدنی نیست. تا مرگ هست، تا فقر هست، تا ناعلاجی هست، یه مش شیادم اون بغل ظهور پیدا میکنم، یهو از زمین میجوشن میان بیرون. برای اینکه وقتی انسان ناعلاجه، خب هر کاری بگی میکنه، بهش بگو حالا برو پر مگس نمیدونم قرمز کوه آلپو بیار، این بدون توجه به اینکه اصلا کوه آلپ کجاست، مگس قرمز اصلا معنی و مفهومش کدومه، یه هم چیزی اصلا وجود داره، بعد از کجا برم بال اونو پیدا بکنم، سراسیمه میدوه. و این داستان دین که در حقیقت یه امر ذاتیه با انسانه، انسان جستجوگره، از کجا آمدم، برای چی اومدم، کجا میرم، میمیرم چی میشه، قبل از اینکه به وجود بیام کجا بودم، چجوری رشد میکنم. میبینه دیگه، دانه رو میبینه در زمین میکاره، رشد میکنه. منم یه همچی شرایطی برام وجود داشته، محیطی، شرایطی. بنابراین این پرسشا انسان رو به تفکر وامیداره. این برنامه نشون میده که اروپا چگونه بعد از جنگ های مفصل و خونین ناگهان تصمیم گرفتن که دست بردارن، ولی میبینی که امروز در انتخابات اروپا دوباره اینا سر برکشیدن. حتی احزاب دست راستی به سراغ خرافه رفتن. در آمریکا شما نگاه میکنین اونی که این بحثا مطرح شده به خاطر اینکه این آقای معاون رئیس جمهور، آقای مایک پنس، پنس نه پنس یعنی تنبون، مایک پنس، این به خاطر عقاید سخت مذهبی که داره، میگه تو مجلسی که زنا هستن من حضور پیدا نمی کنم، دست نمی دم، مشروب باشه شرکت نمی کنم، میبینی که چه فضاحتی به وجود آمده است. اینا رو همه رو گفتم تا بدانید که تنها راهش مبارزه است و افشا کردنه. شما نگاه کنید امروز تو مملکت ما چه شرایطی داره بر وکلا که شریفترینن، مثل معلمینن، اینا مهمترین
اخشار جامعه هستند. اجازه بده که با همین مقدمه طولانی بریم سراغ یکی از همین وکلای شریف و برجسته، جناب آقای روحانی. عرض ادب و احترام کنیم، سلام کنیم به این بزرگوار و تشکر کنیم از همه کوشش ها، تلاشاش و از اینکه مهر میکنه و این فرجه رو در اختیار ما قرار میده تا از تجربه و دانشش استفاده کنیم. سلام میکنم به شما. آقا درود بر شما، درود بر هموطنان عزیزی که ما رو میبینن یا صدای ما رو میشنون. من ابتدا واقعا از صمیم قلب از وکالت واقعی که ندارم، ولی از طرف وکلایی که میشناسم، به خصوص از وکلایی که در زندان هستن، از شما سپاسگزاری میکنم به خاطر عزت و احترامی که به مدافعان واقعی حقوق مردم گذاشتیم. من که در این مقام عرض کنم که خب آدم بسیار بسیار کوچکی هستم، ناچیزی هستم، ولی واقعیت این هستش که این حرفه غیر از این که مثل پدرش، غیر از این که ممکنه مثلا امکانات مادی ایجاد کنه، ولی برای جامعه، برای حفظ حقوق مردم، احترام حق دفاع بسیار بسیار مهم، خیلی مهم. رفتاری که امروز در ایران با وکلا میشه اصلا تو تاریخ و سرکوبی ها سابقه نداره. به وکیل تکلیف میکنن که تو طوری حرف بزن که من که حاکم هستم و طرف دعوا هستم راضی بشم. مردمی رو که علیه حکومت حرف میزنن، حکومت میگه ببین من برای لیست وکیل چی تعیین میکنم، اینا باید بیان از تو دفاع کنن. شرایطی که وجود داره در درون کشور وجود داره، مربوط تنها به مخالفین و دشمنان رژیم نیست. همین آقای قاتل متهم به قتل، من قاتلم نمیگم، این آقا چی کرده؟ اقرار کرده آدم کشته. همین وزیر، مهمترین وزیر اصلاح طلب کشور، این وکلاش سه تا وکیل داره، گرفتنش ولش نمیذارن با وکیلاش صحبت کنه. یعنی اینکه اینا اصلا حد و مرزی برای تجاوز براشون مطرح نیست که بابا این خودیه، این رفیق ماست، اینم مثل ما الکم اینجا پیشونیش جای مر مونده، اینم عرض کنم حضورتون که بلد آدم بکشه. این موقعی که وزیر بوده بیشترین تعداد دانشجویان و معلمین و اینا کشته شدن موقعی که وزیر آموزش پرورش بود. این از خودمونه، لااقل به این رحم کن. نه، حد نداره، مرز نداره. من فرصت خوبی شده اولا از خود شما سپاسگزاری کنم آقای بهبهانی. این حرکتی که شروع شد اگر بلندگوش شما ایجاد نمی کردی حتما شروع نمی شد. یعنی اون بلندگویی که برای مسئله روز اول ماه مه، روز 6 مه، با همت شما 6 ساعت سر جاتون نشستیم. خب آدمایی که یه خورده زندگی کرده باشن میفهمن که در سن سال من و شما از خونه حرکت کردن، آمدن، رفتن، دستگاه راه انداختن، بعد 6 ساعت پشت دوربین نشستن، این چقدر سخته. و بعد هم منظم کردنش. من از شما سپاس گذارم. به شما بگم که اون بذری که میهن کاش، این بذر اولین محصول خودشو به خوبی داده. یعنی اینکه اون مسائلی که راجع به حقوق کار صحبت کردیم در اونجا باعث شد که یک هسته کوچکی از چند تا حقوقدان تشکیل بشه و موفق بشن این حقوقدانان که برای کنفرانس بین‌المللی کار که شما تو ماه می این کار کردین، توی ماه جوان عرض کنم حضورتون که نظر این وکلا، این حقوقدانان به کنفرانس بین‌المللی کار در دفاع از حقوق کارگران و زحمتکشان ایران نوشته شده و فرستاده شده و فکر میکنم که این اولین اجتماع رنگین کمانی هممیهنان حقوقدان ما هستش که 16-17 نفر توی فاصله خیلی کوتاهی روی متن حقوقی که روی همه کلماتش
حقوقدان ها خوب میدونن رو همه کلماتش دقت میکنن، نمیدونم ضریبی میدونن این کمه اون زیاده فلان. به هر حال این نامه، این بیانیه نوشته شد، به موقع هم نوشته شد، همراه شکایاتی که کارگران عرض کنم نیشکر اهواز کردن فرستاده شد به کنفرانس بین‌المللی کار. اکنون هم کنفرانس تشکیل شده و من امیدوارم که هموطنانی که در اونجا در محل هستن و این شکایت رو دیدن و این اسناد رو دیدن، این مفادش، ماهیتش، مفهومش برای اونها عرض کنم وسیله‌ای بشه که شکایات کارگران ایران رو بهتر بتونن توجیه کنن. این البته یه نظر بسیار کارشناسیه. تو این نظر کارشناسی خب برای کسی که چپه، کسی که راسته، نمیدونم کسی که میانه روه، اینا خیلی مشکل هستش که بتونن روی کلماتی با هم تفاهم کنن. واقعا کار بسیار مشکلی حق هم دارن. نمیخوام بگم که این کار چه میدونم بهانه‌جویی، این کار در رفتن از زیر مسئولیت، نه اینطوری نیستش. دقت ها در مورد این قبیل کلمات، در مورد این جور جهت‌گیری ها یه امر کاملا طبیعیه. به آگاهی آدم بستگی داره، به روابط آدم بستگی داره. در هر حال این کار انجام شده. من شخصا از شما سپاسگزارم که این بذر رو در میهن کاشتید و من امیدوارم که نتایجی بهتری هم بده. در حال حاضر میبینیم که در درون کشور ایران یه اتفاقی داره میفته که در تاریخ سابقه نداره. در تاریخ سابقه نداره، ولی که حرفه‌ای وجود داره. مثل که مثلا شما چه میدونم آبیار تربیت کنی که آقا آب رو باید اینجوری تقسیم کنی، اینجا باید در فلان ساعت بیا اینجا آب بدی، بعد آب که بده بگه آقا تو چرا به این گله آب دادی، این گله رو من دوست دارم اون یکی رو باید آب بدی. وقتی حرفه‌ای به کالت وجود داره، تو نمیتونی بگی، هیچ کس نمیتونی بگه که تو کارتو چجوری انجام بده، تو چجوری دفاع کن. این اصلا ممکن نیستش. درست مثل که چه میدونم شما به یه نقاشی بگین که آقا تو این منظره مقابل رو برای من بکش، بعد وسط راه بیا بگه آقا اون درخته رو نذار، تو چرا اون درخته رو دیدی، برو این طرف شو، کارتو اینوری بکن، سرش اینوری، این رنگش قرمز نیست، آبیه. در هر حال رژیم نظام جنایتکار مفتنی و ولایت مطلقه فقیه جایی برای نشون دادن اراده مستقل انسانی حتی در قالب کارها و قوانین داخلی خودش باقی نذاشته. هیچ راهی وجود نداره با این رژیم. من میبینم که این روزا بازم یه عده نشستن نامه نوشتن برو این کارو بکن، برو این کارو. اینا یه تعدادی چون اونایی که داخل کشورن خب تکلیفشون معلومه، حق دارن، امکان منابعی بیشتری ندارن. من چه میدونم به نهضت آزادی‌های درون که نشستن و نصیحت میکنن عیب زیادی نمیگن. میگم خب چیکار بکنه، میتونه نصیحت کنه که چه میدونم اینجوری بکن اونجوری نکن. اما اشخاص تعدادی اشخاص تو خارج کشور نشستن به این رژیم میگن آقا فلان کار رو بکن. ما که در اینجا نیستیم که مددکار اجتماعی و مشاور رژیم جنایتکار حاکم بر میهنمون باشیم که چه کاری بکنیم که باقی بمونیم. من همچین تصادفاً به این فکر افتادم، یه چیزی خوندم که یه تعدادی امضا کردن که آقا برو این کار بکن اون کار بکن، نمیدونم دستورات جدیدی به عنوان مشاور امور سیاسی. آقا شما اگه تو خارجی که چرا فرار کردی؟ یعنی میتونستی این کار کنی، بری همونجا با اینو بسازی بگی آقا چی کار بکنی. شما خارجی کشور اومدی به این دستور میدی، آخه این دیگه اصلا قابل فهم نیست. من که نمیفهم. اتفاقا تو همین قضیه وکلا دیدم یکی دو نفر کینه ورزی های عجیب و غریبی با این با هم دیگه میکنم. اصلا نفهمیدم چرا. یه چیز خیلی ساده میگن که کارگرها رو بردن زندان آزاد چون کنید، چرا کینه ورزی میکنید؟ اون که چیزی بدی نگفته که این چرا. دیدم که یکی از اینها 27 سال پیش یه مقاله نوشته، عنوان مقاله هست در معنای استغفار و عفو. این آقایی که میگه اگر حسن باشه حسین باشه غیف از توی غیف من در نمیره، اینا غیف دارن، من اسم اینا رو گوشتم غیفیست.
از همه سوء پیشینی میخوان. اولین کاری که نباید بکنیم که حالت انتقادی نسبت به این اشخاص نداشته باشی. اگه انتقاد کردی خونت حلاله. اولین تو قیفش اینه که تو از من هیچ وقت انتقاد نباید کرده باشی. اگه انتقاد کردی بعد دیگه، آقا من بهت گفتم از رژیم جمهوری اسلامی 27 سال پیش بهت گفتم درخواست عفو نکن، بعد ننگه. خوشحالم از این که اونم به جواب بهت نداده و جونت عرض کنم که مصون باقی مونده و نتونستی بری از عفو اینا استفاده کنی. حالا بعد از 27 سال از این قضیه گذشته، از این مقاله در معنای استغفار عفو گذشته، کینه ورزی کردن و عرض کنم حضورتون با این و با اون که این اونجوریه اون اون یکی اونجوریه، این حرکات زشته بده. ما همه حتما یه کارهای خوب کردیم یه کارهای بد کردیم، ما ها بایستی دیگه پامون لب گوره عرض کنم وزیر و وکیل شدن اینا پشت سر ماست، جلوی ما نیست. حداقل توی این شرایطی تجربی، توی این شرایط جسمی، توی این شرایط عقلی اینا بایستی به این سعه سعد رسیده باشیم که منافع عمومی حداقل امروز که منافع قدرت دیگه برای ما مطرح نمیتونه باشه، اصلا بالقوه نمیتونه باشه. بنابراین اقلا در اینجا باید سعه سعد نشون بدیم. به هر حال من بسیار بسیار خوشحالم که دوستان همکارانی که من خب بخشی از اینا رو نمیشناسم ندیدم، اینها این نامه ای رو که همکارانشون تهیه کردن با هم امضا کردن و این نامه بسیار بسیار به موقع رفته به کنفرانس بین‌المللی کار. من امیدوارم که این یک اسلحه کارشناسی به موقعی باشه در دست مدافعین حقوق کارگر و البته اگه فرصت بیشتری وجود داشت شاید میشد این امکان فراهم میشد که به نحو بهتری این عمل انجام میشد. حتما این عمل اگه کسی بخواد بنشینه و اشکال بگیره بگه سرش اینجوری تهش اینجوری، خود من میتونم 10 تا اشکال بگیرم. حتما اشکالاتی داره، کمبودهایی داره، کامل نیست، ولی در عین حال در این فرصت کوتاه بهترین عملی بود که میشد انجام داد. من سپاسگزارم از همکارانی که با سعه سعد نسبت به یکدیگر از همدیگه سوء پیشینه نخواستن که تو چپی راستی میانه ای نمیدونم اینا، تونستن این برای اولین بار یک همچین کاری رو بعد از این رسیدن جمهوری اسلامی، من فکر میکنم برای این اولین باری هستش که یک همچین سعه سعدی دیده شد. به هر حال من خوشحالم از شما. ممنونم ازت آقای روحانی، سپاسگزارم. اما آقای روحانی یادتون هست چند سال پیش وقتی من همین موضوع رو مطرح کردم، زمانی که وکلا در پاکستان معترض شدن به شرایط و اونا ریختن و زدن، ولی شما میگفتین که این چنین چیزی در ایران سخته انجامش، ولی امروز می‌بینیم که این اتفاق افتاده. یعنی اینقدر عرصه رو تنگ کردن. شما اگر این سیر رو خب ما که زیاد بلد نیستیم این چیزا رو، از زبان شما و دیگرانی که کار و حرفشون وکالت و قضاوت هست، خب شنیدیم که چگونه کانون وکلا در ایران شکل گرفت و بعد در انقلاب چه بلایی به سر کانون آوردن، بعد از اون اومدن این رو تبدیل کردن به یه امر فرمایشی، ولی این وکلا در همه مراحل مثل سایر اخشار، مثل بقیه، خب به تفنگ زورشون نمیرسه، تسلیم شدن. ولی اگر ما تسلیم نشیم و بایستیم، بالاخره یه جایی این عقب میشینه دشمن و نمیتونه همینطوری بیاد جلو. آینده این کار رو چی میبینی؟ آیا میتونن اینا درش، چون گذشته این کار رو بارها کردن، اختلاف بندازن و وادار کنن که اینها عقب بشینه؟ از اینکه خب وکیلو که نمیکنن به جرم اینکه رفته از یه نفر دفاع کرده بگیرن بکنن این زندان، که این حرف روزی که لاجوردی زد
مردم باور نکردن. تمام داستان ما بر سر اینه که ما فکر میکنیم اینا شوخیه، اینا جدی نیست. درود بر هادی خورسندی، میگه آقا خیال میکنه چک نویسه، حالا پاره میکنیم بریزیم دور، از اول درست مینویسیمش. شما مدیر کل میشی، شما نمیدونم وضعیت اینطور میشه. در صورت که واقعیت اینه که اینا یه مش آدم وحشی هن، یه مش نادان هن، یه مش جاهل هن. با وسیله سلاح و تفنگ بر مسند قدرت نشستن. خب سخت این رو بکشیش با این، نمیفهمه، تحجم مغزش رو پر کرده، نمیدونم. فقط پرسش هم اینه، آیا اینا چون گذشته شرایط رو میتونن تغییر بدن و کاری کنن که در بین این گروه اختلاف دوباره ایجاد بشه، مسئله ایجاد بشه، اینا عقب نشینی بکنن؟ چی می‌نیسن نرا؟ دوست بزرگوار آقای بهبهانی عزیز، همین الان که با هم دیگه صحبت داریم میکنیم، متاسفانه اینها تونستن در فرصت‌های گوناگون سه بار وکلا رو علق کنن، اخراج کنن، تصویه کنن، پاکسازی کنن. از این کلماتی که توی ادبیاتشون، تو حقوقشون، تو قوانینشون از خانوم حبشتی بزرگوار، این لیست کوچکی از تعداد وکلایی که کشتن، مفقود الاثر کردن، زندانی کردن، فراری دادن رو تهیه کردن. اینا تمام این 40 سال مشغول بودن، در حالی که خود اینها از جمله خمینی، از جمله خامنه ای، من خودم موقعی که خمینی در پاریس بود، از طرف جمعیت حقوقدانان ایران، این افتخار رو دارم، هر کس بخواد هر کی فوش بده بده، اشکالی نداره، من وظیفه وکالتیم بود، به من مأموریت دادن آمدم در کنفرانس انجمن بین المللی حقوقدانان دموکرات در بردو شرکت کردم و درخواست کردم که آقا این آدم پناهنده، حقوقش رو رعایت، نگفتم نظرات چی رعایت، حقوقش رو پناهنده بید. و اون کنفرانس همون روز یادش به خیر، وکیل حقوقدان برجسته، انسان بزرگوار، باتونی پوتیتی، باتونی یعنی رئیس قانون وکلا فرانسه، فرانسوی ها به رئیس قانون وکلا لقب باتونی میدن. عرض کنم حضورتون که تلگراف کرد به ژیسکار دستان. خمینی از این قضیه بسیار بسیار استفاده کرد. ما هم دنبال این نبودیم که بریم خودمونو بچسبونیم به آقا که چه میدونم ما هم جز خدمتگزاران هستیم. نه، ما فقط به عنوان یک وظیفه حرفه‌ای این کار کردیم. ما که از یک قاتل دفاع میکنیم، از قتل دفاع نمیکنیم. ما وقتی از حقوق پناهندگی دفاع میکنیم، از نظرات اون پناهنده دفاع نمیکنیم. ما نمیدونیم اون جلدش چی میشه. در هر حال همین خامنه‌ای، آقای حاج جوادی، همکار بزرگوار ما احمد صدر حاج جوادی، وکیل دادگستری بود، از همین خامنه ای دفاع کرد. خب تو این دفاعیات که ما پول نگرفتیم از کسی، نه ایشون پول گرفت، نه خود من که در دادگاه گوناگون افتخار دفاع از اشخاصی رو که مورد تجاوز رژیم سابق قرار گرفته بودن داشتم، از کسی که پول نمی گرفتن، اصلا اسمش نمی بردیم. برای ما افتخار بود انجام وظایف حرفه‌ای، دفاع از حقوق و آزادی های اشخاص برای ما افتخار، برای مدال از هر حق الوکاله اهمیتش، برای وکیلی که انگیزه های انسانی حرفه‌ای داره یه امر بسیار مهمیه. ما که از اینا پول نمی گرفتیم، ما هایست جوادی که از اینا پول نگرفتیم، پولش رو موقعی گرفتش که این مرد مثلا تو 85 سالگی محکوم کردن به چه میدونم 70 ضربه شلاق، که نامه نوشت به خامنه ای که من اون حق الوکاله ای که اون موقع من ندادی دریافت کردم، متشکرم، رسید برای بفرستم. این 74 ضربه شلاقی که نوشتن، این حق الوکاله من. و اصلا باور نکردنی رفتاری که اینو با این حرفه دارن. بعد چی میگه 30 سال زندان محکوم میکنه. برای چی؟ برای اینکه رفته گفته آقا چه میدونم این سندی که میگیم معتبر نیست، این
بذاری من یادم آمد یه چیزی بگم خدمت تو، یه خورده ممکن از بحث خارج بشیم. فکر میکنم تو دادگاه اصفهان بودی، قاضی بسیار شرافتمندی بود، لهجه خیلی غلیظ کرمونی هم داشت اگر اشتباه نکنم اسمش بود آقای رضوی. من تو دادگاه گفتم آقای رضوی این میگن این بد دانشجوها دستشون چوب بوده، با چوب زدن شکستن فلان، این چوبا کجاست؟ که این آقا از دادستان پرسید که آقای روحانی میگه چوبا کجاست؟ چوب رو بایستی نگهداری بکنن، مهرموم کنن، بیارن بگن آه مثلا چه بدن. امتحان کردیم آثار دست حسن یا حسین روشه و این دست حسن بود، حسین بود. خب این از اعداد دلایل، یعنی از شمار دلایل خارج شده در اون پرونده. این که اگه یه وکیل بیاد دفاع بکنه همین چیزها رو میگه. وکیل که نمیاد بگه مثلا این وکیل این قاتل اصلاح طلب خودمون، از کنم حضورتون که نمیره بگه این خوب کشته، مثلا کار خوبی کرده کشته. خب چه حرفی نمیزنه که میره میگه آقا نمیدونم این حرفا، این آدم مثلا عصبانی بود اون موقع، نگاه کنید نمیدونم از پزشک قانونی سوال کنید، اون به این حمله کرده، اینجاش مثلا چنگ خورده از یعنی ما کارمون دفاع از اعمال و نظرات اشخاص نیست، کار ما دفاع از حقوق اشخاصه. ولی اینا حالیشون نیستش که میگن این آدمی که طرف دعوای منه این آدم نیست. این کمونیستایی که طرفدار خمینی بودن، اون موقع یه مقاله نوشتم خیلی قدیمی، میترسم امیدوارم که الان دیگه اسوایی نشد، همین داستان عفو استغفار دوباره پیش نیاد، یارو میگه آقا درخواست عفو نکن، بعد زشت در شأن تو نیست، بعد از 27 سال با ما دعوا رو ندارن. حالا اصلا حضورتون که وقتی ما میگیم که حسن حسین را نکشت، حرف موکلمون تکرار میکنیم، ما که اونجا نبودیم که. موکل میگه من نکشتم، این زمین خورد، سرش خورد به زمین مرد، من نمیخواستم اینو بکشم، من داشتم با این حرف میزنم، این چه میدونم سر خورد، این میخواست فرار کنه، کلش خورد به زمین. آخه ما یعنی ما وکلای دادگستری اصیل نیستن در دعوا. اصلا کلمه وکیل در ریشش که نگاه کنید، کسی که برای دیگری حرف میزند. ما برای دیگری حرف میزنیم، ما اصلا گناهی نداریم توی قضیه. ما چرا چنین رفتاری رو میکنم؟ 30 سال وکیل رو زندانی کردم، حکم زندانی صادر کردم براش. همین همکارم که هفته گذاشتم اسمشو گفتم، یکی دو تا 10 تا 100 تا نیست، تعدادش بسیار زیاده، خیلی زیاده. و باید یه فکری کرد. یعنی من تصورم این است که یکی از وظایف ما ایرانیان خارج کشور این است که جهان رو با خبر کنیم از بلایی که نه به سر اشخاص میارن. آقا من که مهم نیست، آقا من زدن نمیدونم یه چوب زدن کشتن، نمیدونم یه بمب گذاشتن از بین بردن، چاقو زدن کشتن. حق دفاع رو از مردم ایران سلب میکنن با حمله به حق به وکیل. وکیله که با اینا اختلاف شخصی نداره، وکیله بیان کننده حق دفاعه، اساس حق دفاع رو اینا میخوان از بین ببرن. دفاع وجود نداره، تسلیم. بنابراین به نظر من یکی از کارهایی که میتونیم بکنیم، ما از این باید بکنیم، از این کلمه باید خیلی خوشم نمیاد، چون مثل این که یک کارفرمایی به کارگرش میگه مثلا چه میدونم اونجا رو باید بکنی، اونجا رو باید دیوار کنی. کلمه باید خیلی قشنگ نیست، به خصوص در امر امور اجتماعی، سانظرهای اجتماعی. به نظرم یکی از وظایف مهم ما، نه به خاطر این که من چه میدونم وکیل هستم، وکیل بودم، نه، به خاطر حق دفاع مردمی رو، ما این حق دفاع رو بایستی حمایت کنیم. اگه بتونیم حمایت کنیم، بله، بهتر از پاکستان میشه، حتما بهتر از پاکستان میشه. ستوده و ستوده ها از زندان ها آزاد میشن. وقتی ستوده و ستوده ها از زندان آزاد میشن، هر تریبون هر دادگاه، تریبون هر دادگاهی یک تظاهرات عظیم ملی خواهد. چون ما خودمون زمان شد سرکوبی ها 100 الان نبوده، فشار ها و فقر و گرسنگی و ناخشنودی و عصبانیت ها و اینه 100 الان نبوده. ما هر یک از این دادگاه ها برای ما، نه برای ما، برای دفاع از حقوق مردم، خودش یک تظاهرات اعتراضی مهم می بوده.
بنابراین آره باید به نظر من ما میتونیم اهمیت داره از این که در شرایط فعلی از حق دفاع کنیم. دفاع از حق دفاع یکی از وظایف مبرم ما در شرایط فعلی مبارزات مردم ایران، مردمی که بدون دفاع هستن. بله، عرضم به حضور شما که این یه ماجرای اتفاق افتاده و اون نشون میده که اینا، من الان مدتی دارم میگم که ما داریم به سمت تاریکی سیاهی حرکت میکنیم و اخیرا هم دارم میگم این ماجرای مرگ خامنه ای کشیدن اون زامن نارنجکه، یعنی انفجار اونجاست که این آنجا که توی اتاق مثلا فرض کنید که رها کنید. الان ببین اینقدر اینا سردرگم، اینقدر در حقیقت در چپاول از هم سبقت گرفتن، حالا این نوارهایی است که یکی پس از دیگری منتشر میکنن. من راجب سال 88 به نظر چرا این پرونده 88 رو دوباره اینا مطرح کردن آقای روحانی؟ چی میبینی این صحنه رو؟ عرض کنم که طبیعیه. ببینید شما توی همون لس آنجلس نگاه کنید، حسن و حسین با هم دیگه شریک میشن، تو یه دکون بقالی باز میکنن، یه محض این که اشکال پیدا میشه، چه میدونم حالا مشتری محله کم میشه، نمیدونم یه کارگاه تو محل ایجاد میشه، این بقالی آدم ها نمیتونه از جلوش بگذرن، این فروشش میاد پایین و دچار رکود و بحران میشه. بلا فاصله اگر اخلاقیات حاکم نباشه، این دوتا شریک دیروز پریروز هر شب خونه هم دیگه بودن و عرض کنم حضورتون هر روز با هم دیگه جشن میگرفتن، بچه ها چون رفتی میشن، این میگه تو کردی، اون میگه تو کردی. اصولا وقتی بحران ایجاد میشه در هر تشکیلاتی، در هر تشکیلاتی بحران که ایجاد میشه و تشکیلات هم معرض خطر قرار میگیره، فرمانده بلافاصله برمیگرده به فرمانبران میگه تقصیر شماست، فرمانبران میگه من نه حسن، حسن میگه من نه حسین. بنابراین کاملا درست میگه. خیلی خیلی به مسئله جالبی توجه کردیم. ببینید من توی نوشته های همین یکی دو روزی میخوندم، من میبینم هر اتفاقی میفته میندازن گردن هم دیگه. داشتم راجع به مسئله مسکن مطالعه میکنم، مسئله مسکن دیگه، مسئله خود توی کشورهای توسعه نیافته که مهاجرت از درون شهرها برای پیدا کردن کار، ببخشید مهاجرت از روستاها برای پیدا کردن کار به طرف شهرها زیاد میشه. خب این پدیده کمبود مسکن وجود داره و پدیده چه میدونم حلبی آبادها، نمیدونم اینا اسمش رو میذارن، آخونده اسمش گذاشتن مجتمع های مسکونی غیر قانونی، از این حرفا. به هر حال از این خونهایی که از این مساکن حاشیه شهرها هستش تو تمام کشورهای توسعه نیافته وجود داره، تو ایران از همه جا بدتره. 25% جمعیت شهرنشین ایران همینایی هستن که تو حاشیه شهرها زندگی میکنن. بحثی شفت رسیده به مجلس، توی مجلس میگن که عرضه مسکن در 5 سال گذشته 50% کمتر شده. کی کرده اینو؟ چرا یه همچین اتفاقی افتاد؟ یه دفعه میبینید که آقای وزیر کشور تو همون مجلس که در مدارهایی که مجلس میگه 50% در 5 سال گذشته مسکن ارزش کمتر شده، برمیگرده میگه آقا من 1,000,000 هکتار، خوب دقت کنید، 1,000,000 هکتار زمین، آزاد زمین های دولتی رو برای مسکن عرض کنم اختصاص داده. چجوری؟ گفتنش که حرف ساده 1,000,000 هکتار تو چجوری اینو عرض کنم بهش آب میرسونی، چجوری بهش برق میرسونی،
چجوری براش امکانات امنیت ایجاد میکنی، چجوری براش مدرسه درست میکنی، چجوری براش اتوبوس درست میکنی، که این حرفا حرفایی هستش که فقط در حال بحران الغریقیت شب بسید به کل عشیش کسی که در حال غرق شدن به هر گیاه چه میدونم به هر وسیلهی به هر گیاهی دست میچسبونه که خودشو نجات بده. اینها در حال تنش در حال تنش های عجیب و غریب داخلی هستن. ببینید توی کشوری که مقامات رسمی کشور مقامات وزارت بهداشت، من بارها توی حرفایی که در خدمتتون در همین برنامه ها زدم گفتم آقا فلان وزیر اینجوری میگه، فلان وکیل اینجوری میگه، آقا قد و وزن ایرانی ها در 40 سال گذشته به دلیل کمبود مواد غذایی کوتاه شده، قد بچه های ما کوتاه شده، وزن اینا کمتر شده، نسل بعد از ما نسل کوتاه‌تریه، چه از نظر وزن عرض کنم کم وزن‌تره و قدش کوتاه‌تره. اینا رو من نمیگم، مقامات رسمی رژیم میگن. توی همین شرایط میبینیم که آقای رضا اردکانیان وزیر نیرو میگه چرا چین این گونه تحریم نمیشود؟ میگه چرا چینی ها رو تحریم نمیکنند؟ آخه چین چه ارتباطی داره به ایران؟ اون جمعیتش، اون اقتدار نظامیش، این اصلا چه ارتباطی، اون تمرکز قدرت عجیب دولتی در اونجا، اصلا این چه ارتباطی به چی؟ میخواد جامعه چین رو با جامعه ایران چی بکنه؟ اونجا یه میلیارد و دویست میلیون جمعیت داره، دست بزنن بهش کلی مشکلات غیر قابل جبران جهانی ایجاد کنه، چه ارتباطی داره به ایران؟ یه چیز دیگه است، یه پدیده دیگه. اما دلیل این که تحریمش نمی کنن میگه اولا تحریمش بکنن کلی اقتصاد آمریکا صد نمیخوره. مگه میشه اقتصادی که 500 میلیارد 600 میلیارد دلار جنس میفرسته به آمریکا میفروشه از کنم حضورتون که این رو تحریم کرد؟ راستی این گفتم همینجا بگم، این داخل جیومه است، من میبخشید جمله معترضه، این آقای ترامپ اینقدر فشار میاره توی ماه گذشته صادرات چین به آمریکا 27 میلیارد اضافه شده. من نمیدونم حالی نیست که چجوری میشه یه همچه اتفاقی، این کشور اسلامی همچه قدرتیه، بعد خود میگه چرا چین تحریم نمی کنن؟ وقت دلیلشو میگه و به مردم ایران دستور میده، چون با یک وعده غذا رفع گرسنگی میکنن. آقا وزیر فکر میگه چینی ها با یک وعده غذا رفع گرسنگی میکنن. بعد جمله بعدیش جالبه، این حالیش نیست که بابا تو این کشور ما 11 میلیون آدم تحصیل کرده داریم، آدمی که تحصیلات عالیه دارن داریم، چی میگی تو؟ با کی داری حرف میزنی؟ ما 5 میلیون دانشجو داریم، 1 میلیون معلم، چی با کی داری حرف میزنی؟ یه جامعه استقصی داره برای خودش. میگه که ما بیشتر از کشورهای صنعتی و توسعه یافته غذا میخوریم، بیشتر میپوشیم و سرانه مسکونی بالاتری داریم. سرانه مسکونی بخشید جوانی زنگ زد ما رو قطع کرد. بله بله یه لحظه قطع شدیم، یه جوانی زنگ زد و قطع شد. عرض کنم حضورتون که سرانه مسکونی رو که دیدیم دیگه، منم نگفتم دیگه، وزیر خودشون گفته، گفته که 50% عرضه در طی 5 سال گذشته کم شد. بعد این آقا میگه که ما سرانه مسکونی بالاتری داریم. من فهمیدم از کجا میاد این حرفا رو، چطور میزنن این، از کجا میاد این حرفا، اصلا چطور ممکنه یه آدم عاقلی دهنشو باز کنه یه همچین حرفی رو به همچین جامعه‌ای بزنه؟ شما مثلا ممکنه که در مقابل یه تعداد آدمی که اطلاعی ندارن، بی سوادن، بی اطلاع، یا ممکنه یه حرفای بزنی بگی که مثلا چه میدونم شما گرسنگان این ولایت، عرض کنم حضورتون که بسیار سعادتمندی، چون خیلی از گرسنه‌ها مردن، از گرسنگی شما زنده،
اینجا تو با یه جامعه سرکار داری که در خونده اصلا تحصیل کرده اصلا به انترنت دسترسی دارن، اطلاعات دارن. این حرفا چیه تو میزنی؟ آقای رضا اردکانیان وزیر نیرو، اینجا این یکی دوتا نیست دا. شرایط اینها به قدری خطرناکه که زنگنه تهدید میکنه. من نمیم چرا تهدید میکنه، چرا نمیگی چه اتفاقی افتاد؟ میگه که از اسرار قرارداد پرسنت رو افشا میکنه، چرا نمیکنی؟ اصلا اگه جرمی اتفاق، اگه عمل مجرمانه اتفاق افتاده، مقامات دولتی اطلاع دارن و اطلاع ندن، به موجب قوانین خود این رژیم عرض کنم حضورتون که جرمه. چرا اطلاع نمیدی؟ وزیر، مهمترین وزیر، پر چی بگم، ابواب جمعی وزارت آموزش و پرورش اصلا قابل مقایسه با بسیاری از این وزارتخونه ها از جمله مثلا با وزارت نیرو نیست. این یه ابواب جمعی یک میلیون، بالاتر از یک میلیون نفر داره، یعنی مثلا چه میدونم 1,100,000 نفر. حالا بازنشسته‌هاش کار نداری، مهمترین با بخش بازنشستگان کشوری هم داره. وزیر آموزش پرورش استعفا میکنه، وزیر بعدی که انتخاب میکنن کسی هستش که معاون سیاسی امنیتی استانداری مشهد بوده، یعنی از تو آسین رئیسی و پدرزنش در میاد. به این ترتیب ما میبینیم همین موقعی که این آقا میگه ما مسکن رو زیاد مصرف میداریم و اینا، آقای وزیر چیه؟ وزیر نیرو میگه که سرانه مسکونی بالاتر از همه دنیا داریم. نماینده مردم تهران، موجود ضد کارگر، علیرضا محجوب، مدیر کل خانه کارگر، برمیگرده میگه کارگران حتی حق امکان خرید آجرهای یک خانه را ندارن. در همون روز میگه، همین امروز، امروز دوشنبه، دوشنبه صبح تو روزنامه‌ای اینا امروز صبح نوشته. بعد چی میشه؟ بعد در مقابل کوچکترین مطالبات مردم، کوچکترین مطالبات مردم میگه آقا حقوق من رحمت 7 ماه نهیدی، 6 ماه نهیدی، نمیدونم، میگه میگن فلان حق رو مجلس برای ما قاضی ایجاد کرده، مثلا معلمین میگن که رتبه های ما رو به موجب قوانین مجلس خودتون بایستی بدین، ندادی. محمد علی زحمتکش، فعال صنفی معلمان، در 17 اردیبهشت بازداشت میشه، به زندان عادل آباد میره برای اینکه 2 سال حبس بکشه. چرا؟ برای اینکه تو اجتماع معلمی شرکت کرده. این اجتماع توش اصلاحی نبودا، مبارزه مسلحانه نبوده، مطالبات خارج از قوانین کشور نبوده، حتی که میدونم هر چی بوده در قالب قانون بوده، قانونی در این درخواست بوده. اما زندانی میکنن. چرا؟ برای اینکه وحشت دارن از اینکه حتی به حقوق قانونی که خودشون تصویر کردن تو مجلس خودشون، تو قانون اساسی خودشون، اینو عرض کنم حضورتون بهش تن در دادن. میبینیم، میبینیم که تو هفته گذشته، یعنی همینجور مقاومت وجود داره. وقتی این آدم میاد حقش میخواد، یعنی داره مقاومت میکنه. خانوم ها سبا کرد افشاری و فرشته دیدنی رو بازداشت کردن. چرا بازداشت کردن این خانوم ها رو؟ برای اینکه خانوم ها حجاب اجباری رو بر نمیتابن. نه اینکه اینا تو خیابون استریپتیز کرده باشن، نه، عرض کنم اینا میگه آقا حجاب نبایستی، لباس رو من خودم باید انتخاب کنم. حالا توی همچین شرایطی دزدانی که حاکم بر این کشور هستن کارایی میکنن که باور نکردنیه. یعنی اصلا در هیچ جای جهان چنین اتفاقی نیفتاده. یه آقایی هست به اسم آقای کردوانی، این مورد احترام جامعه ایرانه، برای اینکه آقا عرض کنم کارشناس بسیار بسیار برجسته محیط زیسته، میگه در فارس جنگل ها رو آتیش میزنن تا زمین هایی که ازش باقی میمونه توش تریاک بکنن.
ده میلیون نفر، خود رژیم گفته 10 میلیون نفر، ما که نگفتیم، 10 میلیون نفر در معرض سیل قرار گرفته، یعنی خونه هاشون به دلیل سیل صدمه خورده، مدارسشون، جاده هاشون، مزارعشون، کارخونه هاشون، یعنی این جغرافیای عرض کنم مناطق سیل زده توش 10 میلیون نفر آدم زندگی میکرد. حرفی هستش که مقامات رژیم زدن. و وقتی که مدرسه تعطیل میشه، بچه ها درس نخونن، میگن بیاین امتحان بدیم. بچه ها میگن آقا درس نخونیم تو مناطق سیل زده، نمیتونیم امتحان بدیم. امتحان رو عقب بندازیم به فرصت پیدا کنیم درس بخونیم. بچه ها رو میگیرن، میگیرن زندان به عنوان تحریم. حرفی نزده. در همچین وضعی که ما نگاه میکنیم، درون هیئت حاکمه اینا با هم مشکل دارن، برای اینکه چی بود چی بود، من نبودم، بالاخره خونه وجود نداره، چی کرد، من نیستم، توی اون یکی میگه عرض کنم که جنگل ها رو نابود کردم، میگه من نیستم، توی گوش کنید ببین چی میگه، اصلا باورش نمیشه. میگه زن قاسم سلیمانی و جعفری سپاه 12 پرونده اختلاس و دزدی و اینا تو دادگستری دارن. کی میگه اینو؟ من نمیگم، آقای مرتضی الویری. چرا میگه؟ برای اینکه اختلافات رو به جایی رسیده که میتونه بگه. چرا یه ماه پیش نمیگفت؟ چرا اسم سلیمانی رو قبلا نمیبردن؟ الان چطوری میگن؟ در این حال کوچکترین حرکت، کوچکترین حرکت نه اعتراضی، مطالباتی، اعتراض با مطالبه فرق میکنه. مطالبه این هستش که میگه آقا فلان طلب رو به من پرداخت رو. اعتراض این هستش که میگه آقا این کم بیشتر بده. کارگر عضو سندیکا حقوق چه مطالبه میکنه؟ قانونیش مطالبه میگیرن، میبرنش زندان. کدوم کارگری میبرن زندان؟ این کارگر مثلا کارگاهی مثلا چه میدونم توی کویر نیست که ببرن شلاقش بزنن، نه، این یکی از مهمترین واحدهای قدیمی تاریخ کارگری مثلا 40-50 سال گذشته و 60 سال گذشته ایرانه. شرکت واحد یه واحدی هستش که یه کارگاهی هستش که سابقه داره، تازه دنیا نیومده، توی منطقه دور افتاده نیست، توی مرکز کشوره. 18 خرداد سید رسول طالب مقدم، فعال کارگری، از اعضای سندیکای شرکت واحد به دادگاه گرفتنش، بردنش به دادگاه شعبه 26 دادگاه انقلاب که چرا تو روز اول ماه مه تظاهرات کردی؟ با خمینی که گفتش که خدا هم کارگر است. خب روز اول مهمه روز کارگر بوده. بقیه هم تو زندانن. عاطفه رنگریز، ندا ناجی، کیوان صمیمی، مرضیه امینی، دانش آموزایی که میان تو خیابون میگن آقا ما خونمون سیل آمده، مدرسه‌مون سیل بوده، ما نتونستیم بریم. دانش آموزا رو دستگیر میکنن، میبرن زندان. حالا یه چیز عجیب و غریبی روز عید فطر اتفاق افتاد. اولا یه آقای آخوندی رو که سنندج گرفتن، عبدالقدوس حسینی، امام یه مسجدی تو سنندج، که تو چرا گفتی سه شنبه است، چهار شنبه بود؟ این آقا میگه که سنی ها سه شنبه گرفتن. ما سه شنبه گرفتیم. اینو صدا میکنم میرم به وزارت اطلاعات بترسونم. عکس العملش چیه؟ جوانایی که من فکر نمی‌کنم، عکساشون رو دیدم، فیلماشون رو دیدم، عرض کنم که فقط و فقط برای اعتراض به رژیم جمع شدن تو توی جاهایی که امکان نماز خواندن برای سنی ها وجود داره. مسجد که ندارن، یه خونه بزرگ اگه وجود داره صد تا میرن اونجا، یک کسی میشه جلو نماز جمع عید فطر میخونه، بقیه هم میخونه. این فقط چرا این کار رو میکنن؟
چرا سالهای قبل ما ندیدیم که اینا برن تو خونه ها نماز بخونن و بیاد تو کوچه ها اینجور دسته به دسته تو تهران 1,000,000 سنی برن نماز بخونن؟ ما چی پدیده نشتیم، ما تو کشور زندگی کردیم دیدیم. چرا؟ برای اینکه اون موقع چنین فشارهایی وجود نداشت. این میگه آقا تو حق نداری نماز خودت تو مثلا روز سه شنبه بخون. این آقا میگه من نماز خون نیستم ولی حتما میرم سه شنبه نماز. یعنی از اون طرف که سرکوبی وجود داره و مواردی از اون رو همین الان خدمتتون گفتم، از این طرف مقاومت وجود داره. ببینید صادقی وکیل مجلس، آقا این که دیگه چی نیستش، این که بس کنم که محمد رضا روحانی نیستش که دشمنی این رژیم افتخار کنه و این رو مدال خودش بدونه، بگه سر قبر منم بنویسی که این دشمن ولایت فقیه بود، که مردم که اینجا میگذرن حرف کنم که بدونن که این آدم دشمن ولی فقیه بود. این آمدن جلوی نماز اینا رو تو یافت‌آباد گرفتن. این خبر رو صادقی میده، محمد رضا روحانی دشمن این رژیم نمیده. وقتی تو جلوش میگیری، این یه اصطلاح عربی قشنگیه، میگه الانسان و حریص و علی مامونه، انسان در امری که من میکنن حریص میشه. این میگه تو من میکنی، من حرفت قبولم، من این کار انجام میدم. ما اصلا چنین سابقه نداریم. بالاخره ما مدرسه رفتیم، بچه ها ما مدرسه رفتیم، فامیل ما مدرسه، ما تو مدرسه بساط رخت نبوده، تو مهابات مدرسه رو بستن. چرا؟ برای اینکه دختر رو تو مدرسه رقصیدن. علی اکبر یروسی مدیر کل دادگستری استان آذربایجان خیلی اوقاتش تلخه، میگه افکار عمومی جریحه دار شد، مدرسه رو بستن، رقص کردی کردن. زنده باد کردها، من بلد نیستم رقص کردی بکنم، دوستانی دارم که رقص کردی خیلی خوب میکنن، من از اینا خواهش میکنم که اولین فرصت رقص کردی کنم. اصلا تجاوز رو به شکلی انجام میدن، عریان صریح انجام میدن که به مردم بگن ببینیم اینجوری میکنیم و از این کارا بلدی میکنیم. این خانوم سپیده قلیان رو، حالا قلیان، فعال مدنی رو بعد از اینکه تو اهواز گرفتن بردن نمیدن تو دسفور، از اونجا فرستانش اوین، بعد از ماها فرستادن زندان زنان قرچک. برای این زندان زنان قرچک من یکی دو تا ده تا گزارش در موردش نخوندم، یکی از بدترین زندان های ایران. چرا میفرستن زندان قرچک؟ برای که به دیگران بگه ببینید تنها دستگیری نیست، شکنجم هست. و این خانم که خانم عرض کنم حضور تو که مقتدری از نظر اخلاقی، از نظر رفتاری، ما دیدیمش، یعنی دیدیمش که میدونم از طریق تلویزیون دیدیمش، آدم شجاعی، آدم که حرف خودشو میتونه بزنه. نوشته که من رو به یک تبعیدگاه ضد انسانی نوشتن. این رو نامه ای هستش که روز 13 خرداد ذکر میگه در از آبان گذشته، خیلی کوتاه بازداشتش میگه، شکنجهش میگه، بهتانش میگه. شما وقتی به یه خانومی انواع اقسام بهتان ها رو، ما که میدونیم بهتان تو برای خانوم ها چیه، این بهتان ها رو میزنن، بدتر از کتک زدن، بدتر از فحش، زندان انفرادی بردنش، عقاریر اجباری ازش گرفتن، پخش کردن، کتکش زدن، بازداشتش کردن، اعضای خانوادهش کتک زدن، از زندان دسفور بردنش، عرض کنم که زندان دیگری بردنش، زندان اوین، از اوین هم فرستادنش قرچک. و چرا این کار رو میکنن؟ برای چی؟ برای که بترسونن. چرا میخوام بترسونن؟ برای که مقاومت وجود داره، ولی لزوم نداره به خودی که جنون که ندارن. اینه یکی از وسائل اعمال مدیریتشون رو برسر سر کشن.
کار به جایی رسید. آیت الله احمد سالک نماینده اصفهان در مجلس از پروانه سلحشوری و غلامرضا حیدری هم پالیکی خودش شکایت می‌کنه به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان. آخه در کجای دنیایی میگن یه هیئت نظارت میذارن تو مجلس برای اینکه ببینن نماینده‌ها چجوری رفتار میکنن؟ حالا اینا درست کرد، اما این شکایت اساسش چیه؟ این دو تا آدم رو گفتن آقا بعد از 10 سال که کروبی و این چیه اسمش؟ دوران طلایی امام نخست وزیر موسوی، این کروبی موسوی بعد از 10 سال آزادشون کنید. اینا بازداشتشون کردن. الان نمیگه این غیر قانونیه، نمیگه مسئولش کیه، نمیگه مسئولش تعقیب کنید، نمیگه عرض کنم حضورتون که به موجب قوانین همین کشور این عمل جرم مشهوده. نه، هیچ کدوم از اینا نمیگه، میگه ولشون کنید، ولی خودشونو ول نمیکنن، پاچهشونو میگیرن، میگن چرا میگی؟ همچه حرفی میزنی؟ حالا چی استدلاله؟ استدلال این حضرت آیت الله احمد سالک نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی خیلی استدلال جالبیه. میگه هر جای دنیا در مجلس کشور از براندازان حمایت کنند برخورد جدی میشود. بعد میگه شما از همه جای دنیا آزادیاتون بیشتره. توی همین حتی همین روابط که نگاه میکنیم، اصلا نگاه بکنیم، هممون خوندیم، به هر حال بخوایم نخوایم توی این فضا زندگی میکنیم دیگه، خوندیم این داستان قتل میتا استاد رو، خوندیم خونش هم که دیدیم، خونه بسیار محتشمی، آپارتمان ساختمان خیلی محتشمی داشت این خانم. پرس کنم بود که این خانم کاملا اسلامی، پروندهش که میخونیم میبینیم این پرونده از سر تا دهش هیچ احتیاجی نیست شما جانی دالر باشید نمیدونم نقاط ضعف پرونده رو پیدا بکنید. اصلا یک لحظه از این پرونده توش یک منطق عادی وجود داره، همه چیش غیر عادیه. از جمله غیر عادی تری مطلبش اینه که رفقای سیاسی سابقش آقای کرباسچیه. من فکر نمیم کرباسچی دروغ بگه، من همه خوندم این چیزا، نه اینکه دروغ گویی، خودش که دروغ گویی چی عرض کنم که معلمش که رفسنجانیه دروغ گویه، اون بقیه ای رفقاش از جمله این شهردار تهران اونم رفسنجانیه، اونم از این بدتره. اما این میاد میگه آقا من قبلا گفته بودم که این دستش زیر مثلا زیر دست پرستو، حالا امروز قرار شده که امروز یکی از این اقوام خانم میترا، خانم چیه؟ خانم استاد گفته که 24 ساعت وقت داده که اسناد بیارید که این پرستو بوده و ایلا من شما رو تعقیب میکنم. حالا 24 ساعت بگذره ببینیم تعقیب میکنه نمیکنه اینا. بعدم اصلا تو قانون نوشته نیست پرستو بودن جرمه. من نمیفهمم چی به این گفته میتونی به شکایت کنی. اصلا شغل جاسوسی شغل رسمیه، جرم نیست. ممکنه شغل خوبی نشته باشه، نباشه، بعضی دوست نشته باشن جاسوس باشن، این شغل رسمیه، تو بودجه داره، قانون داره برای خود. در هر حال آمده اینا انواع و اقسام دعوا رو افتاده که آقا تو این خبر رو قبلا داشتی، به خودش هم گفتی نرو، نه یا شهردار تهران نشو، ولی چرا به همه نگفتی؟ و این آدم از درون خود همین اصلاح طلبا جون این آدم تو این دو سه روز گرفتن که تو به کی گفتی، به کی چرا نگفتی اینا. طبیعی هستش که اگر راست بگه، که به نظرم در این مورد خاص دروغ نمیگه، آدم که نمیتونه بیاد مثلا چی میگم مسائل خصوصی که کی با کی خوابیده، کجا خوابیده رو بری این اونور بگه، احتمالا به دو نفر سه نفر گفته، ولی نمیتونه توی مجلس بیاد بگه آقا این چی میدونم شبا کجا میره، بعد ذات مصیبت درست میکنه، بیابونی میکنه. طبیعی این چیزا رو میپوشونن. اصلا خود این مسلمون جماعت های داخلی گیومه
تجسس رو بد میدونن، جاسوسی و تجسس رو بد میدونن، تجسس در احوال دیگران و معایب دیگران رو گفتن رو بد. من نمیدونم اینا اصلا این حرفایی که من میزنم اعتقاد دارن یا عمل میکنن یا نمیکنن، ولی اینها در بین خودشون چنین اختلافات و چنین مشکلاتی همین قهر ایجاد کرده، به جای اینکه اینا رو به هم نزدیک کنه، همین قهر باعث بین اینها یک شکنندگی جدیدی رو، اختلافات جدیدی رو تو شورای شهر تهران ایجاد کرد. اون تو شورای شهر که نمیمونه، میره بدنه اصلاحات رو هم میگیره، اصلا میگه نه خیر این مثلا چه میدونم پرستو بوده، یکی میگه نه آقا این کلاغ بوده، یکی دیگه چیز دیگه میگه. عرض کنم که بنابراین اختلافات نه در رأس رژیم زن سلیمانی و زن جعفری نیست، نه، از اون بالا بگیم تا پایین انشقاق، شقه شدن، تیکه تیکه شدن وجود داره. ببینید این خیلی ساده است که شما میدونید وزارت خارجه وجود داره، وزارت کار وجود داره، تشکیلات کارگری قدیمی وجود داره، یه میدان نبردی این روزا توی ژنو وجود داره، کنفرانس بین المللی کار وجود داره. رژیم توی همین شرایط میاد خانم پروین محمدی نایب رئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران رو احضار میکنه برای آخرین دفاع که چرا در تظاهراتی در میخواستیم در کرج، اصلا تظاهرات هم شروع نشد در کرج، با آقای علیرضا ثقفی و حاله سفرزاده عرض کنم که چرا با هم دیگه اونجا جمع شدید برای ایجاد مقدمات یک اجتماع در روز اول ماه مه. چرا اینا دقت نمی کنن؟ نه اینکه اینا اهمیت ندن، ندونن که چه تأثیراتی در روابط بین المللی و در روابط بین خود اینها و محکومی، رابطه حاکم و محکوم چه تأثیرات بدی داره، میدونن ولی ناگزیرن، چاره ای ندارن. توی چنین شرایطی تاجزاده که تئوریسین به قول خودش نظریه پرداز دست راسته، میاد میگه مسئولیت عدم شرکت ما در انتخابات بر عهده رهبر و شورای نگهبان باید پاسخ بدن که چرا سپاه در عزل و نصب ها دخالت میکنه. چطور تاجزاده جرأت میکنه خامنه ای رو بیاره سر کار؟ الان که اسمی از خامنه ای نمیبردن تو این رژیم، قرار نیست که اون به صرف رهبری برن. قرارتون اینجا صحبت وزیر و وکیل و رئیس قوه و از این داستان ها بود. چرا تاجزاده جرأت میکنه؟ چرا اصلاح طلب ها جرأت میکنن که آقا رو قلقلک بدن؟ این که آقا پشمش ریخته، آقا گرفتاره، آقا ذلیل، همه میزن تو سر آقا. توی این که میگم سر آقا ذلیله، محسن هاشمی بعد میگن میگه رهبری قدیس نیست. اه مگه یادت رفته که رفسنجانی چی میگفت؟ اکبرشاه چی میگفت؟ عماد، عمود خیمه نظام. هیچ حاکمی، یعنی آقا میگه همین محسن هاشمی، هیچ حاکمی خود را نباید بری از خطاب بداند. نباید، یعنی میگه اینکه رهبر باید نباید را تعیین بکنه، محسن هاشمی تعیین میکنه. همین آدمی که از اعضای طایفش هم بردن زندان، هم احتمالا تو زندان هستم گردن، یکی اون برادرش. اینقدر افتضاح مدیریت کشور تشدید شده که عوامل مثلا دست سوم چهارم میان یک اخبار و اطلاعاتی میدن که اصلا تصورش برای ما مشکله، تصورش مشکله. دو تا آدم معلوم نیست چرا، من متوجه نشدم چرا اصلا چنین بس اصلا
پیدا شده که اتفاقا مشاغلشون هر دوتا یکیه، یکیش مال مازندران یکیش مال گیلانه، آقای مهدی راز معاون عمرانی استان مازندران میگه که در برنامه 5 ساله سوم دولت موظف به آزادسازی سواحل شده. آزادسازی ما خرمشهر رو آزادسازی میکردن چون عربی ها آمده بودن گرفته بودن، اینا میخواست آزادسازی. آزادسازی یه معنای نظامی توی حداقل توی این رژیم پیدا کرده. من سواحل رو آزاد کردم یعنی چه؟ من دقت کردم دیدم این که تا کنون 45% سواحل آزاد شده، 55% هم همچنان در اختیار نهادهای دولتی نظامی و انتظامی. آزادسازی از چی؟ آزادسازی از نهادهای دولتی نظامی و انتظامی. چرا؟ برای اینکه قانونی حکم فرما نیست، چیزی در اونجا حساب کتابی نداره. همکار این آقا اسمش هست علی اوست اکبری، اکبری مقدم معاون عمرانی استان گیلان، اون آقا معاون عمرانی استان مازندران بود، میگه که 60% سواحل استان در اختیار دستگاه انتظامی نظامی و دولتی است. میخوان آزادسازی کنن. چرا؟ برای اینکه دستگاه انتظامی نظامی و دولتی غاصبه. و میگه در برنامه 5 ساله سوم دولت موظف به آزادسازی شده است. یعنی دعوای درون رژیم تنها مربوط مثلا به این قراردادهای اقتصادی و نمیدونم این که من با امریکایی ها بشیرم مذاکره کنم و تو اینا نیست. نه، دعوا روی همه جاست، در همه جا دعوا وجود داره. اون که بعد دستگاه قضایی میگه آقا 12 تا پرونده دارن زن جعفری و زن سلیمانی و رسیدگی نمیشه، اینا من نمیگم، آقای البیری. از این طرف میاد میگن که 60% اراضی هنوز در اختیار این هست. قبلا 100% بوده، تا کنون میگه 45% آزاد شده است، 55% همچنان در اختیار آن هست. وقت این کار رو کجا میکنن؟ این کار رو مثلا توی چه میدونم توی چابهار که نمیکنن، اینه توی گیلان و مازندران میکنن. یعنی توی مناطقی میکنن که توی این مناطق جامعه به دلیل وضع آب و هوا، وضع تحصیلات، انباشت جمعیت، کیفیت جمعیت از جهت تحصیلات و اینا، آقا آمدن اراضی ساحلی رو گرفتن، مردم دسترسی به ساحل ندارن، من را برم. کیه مسئولش؟ دولت. کی بایستی از این سواحل رو آزادسازی بکنه؟ دولت. چجوری آزادسازی بکنه؟ حالا که ما میبینیم در چنین شرایطی کار به جایی رسیده که سردشکر صفوی دستیار ویژه و مشاور عالی خامنه‌ای صاف راحت میاد توی عرض کنم روزنامه ها اعلام میکنه که رهبری کد را به ما دادن. کد اینجا بیشتر به معنی رمز به کار میگیره، رمز خصوصی، کد را به ما دادن تا برای انتخابات آینده یک رئیس جمهور جوان انقلابی روی کار بیاورد. پس رئیس جمهور آینده را هم رهبری دستور داده که آقای صفوی براش تولید بکنه. اون رئیس جمهورش این اراضی ساحلیش، اون هم مشکلاتی که اینا با کارگران دارن. همین الان که با هم صحبت میکنیم کارگرانه، من اینا رو مثال میزنم، اگه قرار بشید براتون بگم یکی دو تا 10 تا 100 تا نیست، خیلی زیاد وقت گرفته میشه. اینا غالبا تلگرافی کوتاه فقط برای اطلاع از شرایط حاکم در کشور بوده. کارگران سیمان کارون 4 تا 7 ماه معوقات مزدی دارن.
میگه که 38 تاش 380 تا کارگر هستن، غالب این کارگرا قراردادی و روزمزد هستن، و من نمیفهم یه کارگری که 7 ماه بهش حقوق نمیدی، این باید چجوری زن و بچه از شکمشون سیر کنن. در این حال نگاه میکنه این یکی 1000 میلیارد دزدی میکنه، این یکی 550 میلیارد، این یکی 300 میلیارد. اصلا ارقامی که میاد اصلا هم باور نمیکنه. اصلا امروز خانم بزرگواری برای من چی فرستاد؟ یک فیلمی فرستاد، فیلمی از یک دادگاهیه. اون آقایی که اسمش از نماینده داستان که به نظرم بی خود میگن این آقا دادیار داستان ها باید باشه و دادیار داستان های احتمالا انقلاب تهران مثلا یه جایی دار دوزدار داره محاکمه میکنه، فقط صورت اتومبیل های آقایی رو میده که اونجوری که آقای دادیار به قول اینا نماینده داستان میگه، میگه این آقا وقتی تو خیابون رو راه میره با یه وضعیت خاصی رو طبیعیه، آدمی که میتونه مثلا 500 میلیارد دزدی بکنه خب باید مواظبش باشن، یعنی که این با اسکورت حرکت میکنه، یه ماشین جلو یه ماشین عقب، دو تا موتور این بر دو تا موتور اون بر، آقا حرکتش بدن مثلا بره خونه دختر خالش نگاهش. در هر حال سردرگمی و تشدید سزاده در هیئت آفتاب همکنون بسیار بسیار شدیده به نظر من، تشدید خواهد شد، ولی این مقاومت ها و این سرکوبی ها، این ببخشید، این مقاومت ها نمیتونن مقابل یک سرکوبی متمرکز تعادل قدرت ایجاد بکنن، فقط در صورتی میتونن بکنن که مقاومت ها متمرکز و متحد بشه. اون وقت دستگاه سرکوبی نمیتونه کار خودش رو پیش ببره. بنابراین وقتی که بخش بعدی حرفامون که راجع به روابط خارجی صحبت کردیم، دوباره این استدعا و آرزو رو عنوان خواهم کرد که این جنبش بسیار بسیار عمیق داخلی که به نظر من اذیت نه تنها اذیت ماهیت انسانی حرکت که حقوق انسانی خودش میگه من کار کردم پول بدیم من ببرم به زن و بچه‌ام بدم، من سندیکا میخوام، این چی انسانیه؟ یا حداقل درخواست‌های انسانیه. نه تنها به این ملاحظه، به این ملاحظه که پیروزی حرکت مردم ایران قطعا پیروزی تمام نیروهای ترقی‌خواه در تمام کشورهای مسلمان نشینه، برای اینکه بساط ارتجاع در جهان نابود بشه. من آرزو دارم که این چیزا رو یه خورده این غربی‌ها به خصوص اونایی که تو مسائل استراتژیک مطالعه میکنن کار میکنن اینا رو بفهمن که این ارتجاع ریشه داریه، ارتجاع تاریخیه و این ارتجاع دشمن صرف امنیت جهانیه و در صف اول مبارزه با این ارتجاع ملت ایرانه و برای حفظ صرف امنیت جهانی بایستی که از ملت ایران حمایت کنن، ولی قبل از اینکه دیگران حمایت کنن ما خودمون، ماها که به هر حال یکی دو تا ده تا صد تا نیستیم، میلیون ها نفر هستیم در تبعید یا مهاجرین، امکانات گوناگونی داریم، اینها بایستی که همدل باشیم، همراه باشیم، بتونیم صدای این مردم رو به گوش جهانیان برسونیم. یه دوستی آقای روحانی یه ایمیلی به من زده بود، جالب بود، دوباره برگشتیم سر خط اول. من میگفتش که اگر شما در خارج کشور در مقابل سفارتخونه ها تظاهرات کنید، این باعث میشه که در درون یه
قوت قلب بشه و مردم هم به خیابان ها بیاین. اما این به خودی خود به نظر من عمل نمی کنه. من جز کسانی هستم که باور دارم به پیکتینگ، به اعتراض، به اعتراض خیابانی، و همیشه گفتم که از 88 به این طرف همیشه روی این موضوع پایفشاری کردم که آقا باید هر روز رفت جلوی سفارتخونه ها تظاهرات کرد. اما اینو به این معنی نمیدونم که اگر ما اینجا این کارو بکنیم حتما دلیلی میشه که در داخل کشور هم مردم به هیجان بیان. میخوام نظر شما رو راجع به این پیشنهاد این دوست بشنوم. عرض کنم حضورتون که نیروی واقعی و میدان اصلی نبرد در ایرانه. ما پشت جبهه هستیم، اما اهمیت پشت جبهه اشخاصی که در کارهای نظامی بودن به خصوص میدونن که یه نفر تو صحنه هستش، هفت نفر حداقل باید امکانات فراهم کنن، آب برسونن، اسلحه برسونن، نمیدونم امکانات بهداشتی برسونن، زخمی ها رو بیارن بیرون، حمل و نقل کنن، کارهای مختلف رو دارن. یه نفر به خصوص وقتی که جنگ بود، جنگ های زمینی هست، حالا مثالش شاید خیلی مثال جالبی نباشه، ولی به هر حال واقعیتی هستش که امر پشتیبانی غیر قابل صرف نظر کردن، اصلا نمیشه بدون پشتیبانی کار کرد. بنابراین ما جز ظروف مرتبطه هستیم. اینجوری نیست که ما بریم جلو سفارت بگیم مثلا چه میدونم فلان کار رو بکنیم، مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر خامنه‌ای. نه، من تصورم این است که ما باید رابطه ارگانیک دارم. این که بخوایم لباس بدوزیم، من میخوام تاج بذارم فهم میتی بگه من میخوام برم روی کرسی ریاست جمهوری بشم، اینا رو باید فراموش کنیم. بای بای دقت کردی چی میگن این معمه رو دلو برده؟ نه، این تموم شده. یه روزی روزگاری بوده که در درون حرکتی نبوده، اشخاص در خارج کشور عرض کنم که این امیدواری داشتم که بتونن از خارج کشور بتونن یه کارایی بکنن. حالا محاسبات گذشته و جور در نیمه درست نبوده. ما تابعی باید باشیم از متغیر مبارزات داخلی. ما باید مبارزات داخلی رو منعکس کنیم. این نیروهایی که در داخل کشور هستن، اینا متحدین ترقی‌خواه و آزادی‌خواهی در خارج کشور هستن. ما نباید بنشینیم که آقای نمیدونم اوباما اینجوری کرده، آقای ترامپ اونجوری کرده، آقای ویسکاردستان اینجوری میکنن، آقای میتران اینجوری هستن. میکنن، نه اینکه نکنن، ولی موقعی میکنن که اولا معلوم باشه که این خلاف منافعشون نیست. یک، دو، معلوم باشه اشخاصی که این کار رو انجام میدن عرض کنم که پایه و مایه در داخل دارن. خب وقتی که پایه و مایه در داخل وجود داره، ما خودمون رو بس بشتری کنیم، خب حق دارن ما رو راه ندن. هر وقت لازم باشه فلان وزیر خارجه بگه آقای پومپئو بگید ایرانی ها رو دعوت کنیم، من میخوام بهشون نصیحت کنم. عکسش نیست ها. یعنی اونا هستن که شما رو صداتون میکنن، شما نیستی که اونا رو بگید بیاید جلو فلان کارو ما ازتون میخوان. نه، شما رو دعوت میکنن میگه ببینیم اینجوری باید بشه، اونجوری باید بشه، فلان اینا، شما رو سیاه لشکرتون میکنن. بنابراین ما موقعی اعتبار داریم. آره، جلو سفارت خیلی خوبه، باید بریم جلو سفارت بنشینیم که این خانوم های که روز دستگیرشون کردن، یا خانوما و آقایونی که در کرج دستگیرشون کردن، همین امروز دیروز بردنشون زندان، یا حقوقشون رو پرداخت نمی کنن، اینا بدونن که انعکاس داره بیانشون، اینا بدونن که امیدوار بشن، شمعی روشن بشن. و ایدا الان واقعا فرصت نیست، یعنی شاید ضرورتی هم نداره، چون آدمایی که به میهن گوش میکنن خودشون حتما به این مسائل آشنا هستن، یعنی چی نیستن، شاگردان کلاس اول نیستن، اشخاصی هستن که به مسائل اجتماعی ایران آشنا هستن، میتونن. و حالا نمیخوام
تعریف بکنم، چون به هر حال من خودم هم یه عضو کوچکی از میهن هستم، نمیخوام تعریف کنم، ولی به هر حال اینجا یک مرکز تبادل افکاری هستش که عده آدمایی میان اینجا که چیزای بلدن و میگن، هر کسی که نمیاد دنبال اینا میرن نمیدونم موسیقی های مختلف گوش میکنن، لس آنجلس گوش میکنن از این حرفا. حالا من نمیخوام چی بکنم بعد بگم اون دلشون میخواد چیز دیگه ای رو ببینن، انتخابشون، اشکالی هم نداره. کسی که شما رو گوش میکنه حرفای من میفهمه، بسیاری از این اطلاعات اونا دارن، ناچار تلگرافی باید بگیم. ما باید سخنگوی ابتداءن سخنگوی دستمزد بگیران ایران باشیم، برای اینکه دست نه تنها در ایران، در همه جهان، به خصوص در کشورهای در حال توسعه یا در کشورهای توسعه یافته، شهرنشینان محل اصلی کارشون فروش نیروی کارشون، محل اصلی حیاتشون، زندگیشون. نگاه کنید ما 23 میلیون دستمزد بگیر داریم توی ایران، اقلا 7-8 میلیون بیکار داریم، میشه 30 میلیون نفر، 5 میلیون نفر آدم داریم پشت بازار کار تحصیل میکنن برای اینکه برن تو بازار کار، اینا جزء سپاه کار دانشجوان. 35 میلیون بیشتر خانوارهای ایرانی، خانوارهای شهرنشین ایرانی، بیشترشون توی این جماعت بزرگ هستن. اینا درخواست و مطالبات بسیار بسیار ساده و در این حال بسیار مدرنی دارن. ساده سجادی میگه آقا من این مملکت درآمدی داره، این درآمد یه دوز دارم میخورم، من بایستی گرسنه نباید باشم. خب این ساده است، کار کردم دستمزد من پرداخت، خیلی حرف ساده ایه، میشه از این حمایت کرد. بچه های ما رو میگیرن میبرن زندان، اسمشون رو الان خدمتتون گفتم، میان زندان که تو چرا با حجاب مخالفی؟ میگه آقا من میخوام لباس خودم انتخاب بکنم. ما تو دنیا شرکای زیادی داریم، چرا نمیتونیم این شرکا رو از وجودشون، از امکانات رو استفاده کنیم؟ چرا میکنیم پچ پچ فلان، چه میدونم سفارتخونه فلان حزب رو صدا میکنه میگه یه دونه فلان جا یه شلوغی رو منداز، اینا فلان کار کردن، یه چیزی هم به اینا پرداخت میکنه. من راجع به این قبیل روابط صحبت نمیکنم، من راجع به روابط صاف شفاف صحبت میکنم. ما موقعی که اقتدار ملی داشته باشیم، اصلا هست هیچ کس هم در روسی نمیتونیم نباید داشته باشیم، هر کسی که برای به طور شفاف به منافع ملی ما کمک بکنه باید ازش کمک بگیریم، اما نه این کمک هایی رو که عرض کنم وجودتون عامل فشار برای منافع خارجی باشیم که اصلا فلان کشور از آخوندها ناراضیه میخواد نمیدونم فلان جا رو شلوغ کنه. شغل ما نیست. ما البته مثال خیلی ساده میزنم، نمیریم بیام چه میدونم، ما البته با عربستان سعودی، مردم ایران با کشور، با دولت عربستان سعودی هیچ مشکلی نداره، اصلا نیازی ما به ایجاد مشکل نداره، اتفاقا منافع مشترک. بنابراین ما برای ایجاد صلح در منطقه با همه، از جمله با عربستان سعودی، با بحرین، با ابوظبی، با امارات، با نمیدونم، با همه اینا منافع مشترک، با همه اینا، با اسرائیل منافع مشترک. ما به دلیل نره که ما چه اینا بجنگ مدرسی رو رسو کنیم، موشک درست کنیم، میتونیسی برو تلاوی، ولی چی بره تلاوی؟ دعوای فلسطینی ها مربوط است به خودشون. اگرم ما کاری باید بکنیم، کاری هستش که در سطح دیپلماتیک انجام میشه، باید ما مثل بقیه تلاش بکنیم که اینا در روابط درست بین المللی انجام بگیره، تا جایی که میتونیم، به جایی که تازه اولا به نفع منافع ملی ما باشه، شغل ما نیستش، خارج از صلاحیت ما. بنابراین این حرفایی که دارم میزنم اینه که ما با تمام مردم جهان، با همه همسایگانمون ببینیشه در خاورمیانه، با همه کشورهای مسلمان نشین، منافع مشترک. من پریج مقاله خوندم که با انتخاب رئیس جمهور جدید اندونزی فعلا از جلوی حزب الله در آورده شد. خب این خیلی شاد برای من، باعث واقعا باعث شادی بود. اندونزی کشور عرض کنم که مردم مسلمانی داره، کشور پر جمعیتیه، کشور پر اهمیتیه، خب برای ما یکی از رفقای خمینی کم شد.
کافی خوبه دیگه. بنابراین ما با اندونزی هم، با بنگلادش، با نمیدونم هند، با پاکستان، با همه جایی که مسلمان توش هستن، با فرانسه که توش مسلمان ها هستن و ناراضی هن و ناراحت هن و بعضی وقتا هم کارهای بد میکنن، فرض کنم با همه ما منافع مشترک داریم، برای اینکه با همه این تمدن ها ما باید ارتباط داشته باشیم، منافع مشترک داریم، برای اینکه عرض کنم حضورتون صلح و امنیت جهانی رو محافظت کنیم، بتونیم بدبختی های عظیمی رو که داریم بتونیم حل و فصل کنیم. ما یه سرزمین هستیم، یک سوم اروپاست مساحت کشور ما، نصف اروپاست، ببخشید عرض کنم حضورتون که این سرزمین آب نداره، این سرزمین 80 میلیون آدم داره، از این 80 میلیون خود اینا میگن بیشترشون گرسنه‌ن، ما هزار تا مشکل داریم. ما دلیلی نداره که عرض کنم که بخواد با آقای ترامپ کشتی بگیریم، اصلا اول زورمون نمیرسه، بعدش تازه زورمون هم برسه که نمیرسه به نفعمون نیست، برنده هم بشیم بازنده این توی دعوا. بنابراین ما تا جایی که مربوط به منافع ملی ما هیچ مشکلی با هیچ کس روی زمین نداریم، با هیچ کس. مشکل واقعی ما با رژیمی هستش که در این کشور 40 سال هستش جان مردم داره میگیره. من در مورد روابط خارجی که صحبت کردم بفهم، میخوام اشاره کنم به اینکه همه آمدن حاجی انا شریک، برای من خیلی عجیبه که مثلا عراق بیاد بگه من میخوام میانجیگری بکنم. آخه تو خودت عرض کنم که بین کرد و عرب و سنی و شیعه و اینا نتونستی حداقل میانجیگری رو انجام بدی، همه جا دعوا بوده، تو اگر نیروهای خارجی نباشن اونجا این کشور تیکه تیکه خواهد شد، اصلا این کشور مزرعه باهم کشور تیکه تیکه دنیا آمده، چسبی نداره، چسبش هم نیروهای مسلح بوده تمام این مدت، الان هم نیروهای مسلح داخلیه، حالا هم نیروی مسلح خارجی، نیروی مسلح داخلی هم اکثریتش دست آخونده، 100,000 تا 150,000 تا چی دارن؟ الهشت و شعبی دارن. توی چنین شرایطی این آمده میگه من که آقای عبدالمهدی، عادل عبدالمهدی میگه من آمدم میخوام میانجیگری کنم، قطر میخواد میانجیگری کنه، عمان میخواد میانجیگری کنه، من فکر نمی کنم کسی این روزا شغلی بهتر از میانجیگری بین آمریکا و ایران رو بتونه به این راحتی به دست بیاره. حالا امروز هم که دیدیم آقای وزیر خارجه آلمان رفته برای میانجیگری، آقای نخست وزیر ژاپن داره میره برای میانجیگری. این میانجیگری های اروپا و ژاپن اینا بدون توافق آمریکا ممکن نیست. میانجیگری یعنی چه؟ یعنی اینکه عرض کنم حضورتون میخوام مشکلات دو نفر رو حل و فصل کنم. این آدم بایستی که اطمینان آمریکا رو داشته باشه، تو طرف دعوا آمریکا. بنابراین ما میبینیم جانم، حالا که راجع به روابط خارجی صحبت میکنی و اینکه ما باید با همه رابطه داشته باشیم و با هیچ کی دعوا نداریم، امروز لاریجانی که یکی از این برادران جانی است که پاسداری است که در مجلس نشسته و اینها، اعتبارش هم اینه که داماد اون شیخ مطهری بوده، از اونجا وارد این سیستم شده، میگه که باید رفت و رسیدگی کنیم به این وضعیت سفارتخانه ها که برگزاری پارتی مختلف در برخی سفارت ها، یعنی مهمونی میدن، حالا شرشون میذاره پارتی نمیدونم، مهمونی میدن سفارتخانه ها، آدم ها رو دعوت میکنن و این آقا معترضه که چرا در سفارتخانه ها مهمونی میدن
و زن و مرد رو دعوت میکنن. از منظر حقوقی آیا واقعا دولت میتونه به مهمانی سفارت دخالت کنه، امر نهی کنه که شما چرا مهمونی میدی، چرا حسن رو دعوت میکنی حسین رو دعوت نمیکنی، چرا اختر صدات اومده ببرالملوک نیومده؟ واقعا از منظر حقوقی میشه اینو پیگیری کرد، دنبال کردیم که چیه واقعا؟ اینا توی دعواهای داخلی اینا از این حرفایی که نه اونو میدونم، از منظر حقوقی میپرسم. نه مسلمن خاک دو کشور محصول میشه، اصلا به این فضولی نرسیده. اصلا این سفارت خونه ها برای خودشون مشروب میارن، این کشور در کشور ایران مشروب کالا نیست، مشروب عرض کنم وجودتون که چیه، آلت جرمه. ولی اینا چرا میارن؟ نه من تا موقعی که تا زمانی که من در ایران بودم، یعنی تا سال 88 که من در ایران بودم، ارتباط داشتم با سفارتخونه ها، شغلم ایجاب میکرد، کار تجارت میکردم، نمایندگی چند تا شرکت های مختلف خارجی رو داشتم، به سفارتخونه ها میرفتم. این که تو سفارتخونه ها مشروب میارن اینا کاملا امر دروغه، چنین چیزی رو انجام نمیدن سفارتخونه ها. حتی من برای بعضی از این سفارتخونه ها یواشکی به عنوان رشوه، امروز بیان میکنم، به عنوان رشوه چرا پول میدادم از بیرون، ویسکی میخریدم میبردم میدادم به اون سفیر، معاونش، اتچه بازرگانی. بیشترم من با اون اتچه های بازرگانی ارتباط داشتم، با خود سفیر هیچی ارتباط کاری نداشتم، میشناختم میدیدم سلام علیک میکردیم ولی ارتباط نشیم. ولی اتچه بازرگانی چرا؟ اون رفیق اون بود، خونش میرفتیم، اون دعوتش میکردیم بیرون. نه من ندیدم تا اون سالی که من در ایران بودم چنین چیزی وجود نداشت. حالا اگه بعد از این دوران، دوره اصلاحات و اینا، چنین چیزایی اتفاق افتاده، اونو دیگه من خبر ندارم. چه سالی بوده؟ 1367، 6 و 7 اون موقع ها. من از سال 63 تا 67 در ایران این کارها رو انجام میدم، تا 68. خب خوشبختانه مشمول مرور زمان شده، باید شما به عنوان پرداخت رشوه و انجام عمل غیرقانونی اینا میشد زندانتون هم کرده. خب حالا گذشته، خوشبختانه مشکل شخصی شما حل شده. ولی نه، اصولا نه تنها این در شرایط فعلی، اصولا در حقوق دیپلماتیک محموله هایی که مورد نیاز سفارتخانه ها باشه، از گمرک و بازرسی ها چیه معافه، اصلا حق ندارن دست بزنن. بنابراین اینا نیازهایی رو که دارن ممکنه که مثلا بگن آقا نه نیاریم، ولی اصولا آره ممکنه بگن نیاریم، نه به خاطر رعایت و نمیدونم گرفتاری و قراره عرق میخوره تو خیابون پاسداری میگیره، حالا وای باید بریم به وزارت خارجه التماس کنیم که آقا ولش کن اینا، و کرده بودن که این کارها رو نکنه. چون که دیدی همین چند وقت پیش، این همین چندی پیش بود، چند روز پیش بود که این یکی از این مقامات انگلیسی که داره بیاد جای خانم می هم بشینه و کاندیداست برای پست نخست وزیری، گفت بود بله من در ایران رفتن تحییات کشیدم، بله جلوشون منقل میذاشتن فلان اینا، خیلی هم علاقه داشتن تصادفا، ولی مشروب رو حکم کردن که نکنید برای اینکه دردسر درست میکنه. بله آره ممکنه که، ولی اصولا به لحاظ حقوق بین الملل اونجا خاک اونها، اونها طبق سنت های خودشون عمل میکنن، طبق آداب خودشون عمل میکنن، کسی حق فضولی در زندگی و اون محوطه ای که اینا زندگی میکنن اصلا حق دخالتش وجود نداره. بنابراین یه فضولی یارو کرده. ضمن این خانواده، اگر اشخاص دوستان عزیز گوش میکنن به حرفام،
حوصله کردن برن ببینن این خانواده لاریجانی تمام چی میگن اشراف روحانیت ایران به یه شکلی با اینا در ارتباط خانوادگی هستن. یعنی اون برادره زنش چیه؟ مال این آخوند خراسانیه، چیه؟ وحیدی خراسانی، توحیدی خراسانی که برگشته به خامنه‌ای گفته جفت بعضی ها وحید خراسانی، گفت بعضی ها صبح بلند میشن جفتک میندازن میشن چی؟ آیت الله اعظم. مسخرش کرده. ده ده اینا خیلی چیشون پاشون قرصه توی رژیم، پاشون خیلی خیلی قرصه از جهت ارتباطات خانوادگی اهمیت دارن، وزنی هم توی رژیم. چند تا برادر بی خودی نیستش که اونجا موندن اینجوری درس کنن که شلطاق میکنن از یه حرف هدن شدن. در هر حال من اینو داشتم میگفتم که قضیه چی؟ قضیه میانجیگری تبدیل شده به یک شوخی. یعنی که این امروز شیخ محمد ابن عبدالرحمن ثانی از قطر، وزیر خارجه قطر، گفتش که ما میخوام میانجیگری کنیم. امروز عرض کنم که دیروز یا پریروز که فرانسوی ها اعلام کرده که ما همکاری داریم با آمریکا. بعد هم چیز عجیبی که به نظر من حرف غلطی هم نیست، فعلا به شکل شایعه در آمده، مطلبی هستش که شاید یک سال پیش این گروه اتاق اندیشه دگرگام یک مطلبی نوشته بود که شما چاپ کردید، نوشته بود آقا شما ها که این آخونده با دنیا دعوا دارن اینا، این مردم چه گناهی دارن که بایستی که گرسنه بمونن؟ برای این اموال مردم ایران بایستی که در اختیار ملل متحد قرار بگیره و از این محل غذا و داروها و کالای اساسی اینا تنظیم بشه، در اختیار سازمانهایی که در حال حاضر وجود داره قرار بگیره که توزیع بشه، ولی با نظارت معلمین که در همه کشور حضور دارن. من تصور میکنم که آقای ترامپ و آقای خامنه ای، در مورد خامنه ای من معمولا کلمه آقا رو به کار نمی بردم، ولی خب حالا دیگه امروز لوتی شدیم یه خورده بخششمون زیاد شده. اصلا این دوتا به نظرم تفاهم دارن که این تنش رو حفظ بکنن. خامنه ای میخواد خامنه ای میخواد این تنش رو تا انتخابات پیش ببره. ترامپ هم به نظر من احتیاج داره به این تنش برای اینکه بتونه شب انتخابات تبه عرض کنم حضورتون که ناسیونالیسم چی میگن آمریکا اول رو بالا ببره و چلوغ بکنه رأی بده. چون برای هر دوتا اینا مسئله ای بشه کشور رو نمیدونم میهن و مردم و اینا مطرح نیست. اون آقا میخواد انتخاب بشه، این میخواد سر جاش باقی بمونه. بنابراین من نظر قدیمی خودم رو تا الان دارم. ما زندانی ها میگن این دعواها عاشقی دعواه، یعنی دو نفر هم دیگه دوست دارم بعضی هم دعوا میکنم با هم دیگه. فعلا حالت قضیه حالت عاشقی دعواه. ممکنه که این عاشقی دعوا عرض کنم حضورتون همینجور که عرب نیوز خبر داده قرار باشه که نفت در برابر غذا اجرا بشه. به نظر من نفت در برابر غذا چیزی هستش که این آقایونی که کاغذ نوشتن در داخل در خارج که اینا مذاکره بکنن مذاکره نکنن، همین اشخاصی که درخواست عفو کردن در سابق، اینا بایستی اگر حداقل مسئولیت نسبت به مردم دارن و هر حال شوخی نیست، اینا 225 نفر 250 نفر بودن، اینا حتما چیزی هستن، یک نیروی برای خودشون محسوب میشن، اینا بایستی برن دنبال نفت در برابر غذا. برای اینکه مصیبت رو اشخاص وقتی میخونیم باورمون نمیشه. گوشت مثلا کیلو 130,000 تومان، چجوری مردم زندگی میتونن بکنن؟ دارو پیدا نمیشه، وسایل دارو، وسایل پزشکی، وسایلی که خیلی وسایل مهمی هستن در این شرایط خیلی مشخص
با دقتی با یه وضع بهداشتی منظمی باید حمل و نقل بشن، باید نگهداری بشن در یه حرارت ویژه‌ای، در یه بسته‌بندی‌های ویژه‌ای. اینا رو توی بازار قاچاق خرید و فروش میکنن، وسایل جراحی رو چندین برابر میخرن. چرا؟ برای پول وجود نداره. پولی هم وجود داره دست آقایون رو باید چی بدن؟ به سپاه پاسداران. طبیعی هم هست که باید بدن به پاس، اول باید بدن به پاسداران، اول باید دستگاه سرکوبی بدن. دستگاه سرکوبی کار نکنه رژیم میره. برای اگر اینا اگر هم ذخیره ای داشته باشن، پولی بتونن بیارن، این برای گندم و نمیدونم نون و ماست و اینا مردم نمیتونه مصرف بشه. نه اصلا عاقلانه نیست مصرف بشه. چرا عاقلانه نیست؟ برای اینکه اولین اصل و محور فعالیت های هر موجود زنده صیانت نفسه. خود چی حفظ بکنه؟ خود چی چونی حفظ کنه؟ خود قاتل هایی که دور برش جمع شدن پول برسونه. بنابراین میبینیم امروز که علاوه بر وزیر خارجه آلمان، نمیدونم نخست وزیر ژاپن، آقای عادل عبدالمهدی، نمیدونم قطر، اینا همه آمدن شغلی که در چیزی هم نداره، هزینه هم نداره، همه آمدن میخوان میانجی بشن. میانجی برای چی بشن؟ مگه میشه که مثلا مگه اینکه مثلا یک کنفرانس بین‌المللی تشکیل بشه، بگم مثلا توی کنفرانس بین‌المللی اینا هم توی این قضیه منفعتی داشته باشن، هیچ یه جایی بشین روس اونجا بشینه، چین این طرف بشینه، انگلیس این طرف بشینه، آمریکا این طرف بشینه. در هر حال شرایط در یک ماه گذشته تنش در منطقه رو به کاهش، اما یه چیزی رو هیچ وقت فراموش نکنید، همیشه اساس شروع جنگ ها تعقل نیست، چتکه نیست، حساب و کتاب نیست، تصادف نقش مهمی داره. همین آقای وزیر خارجه آلمان یکی از صحبت هایی که میکنه که حرف درستیه، ما همه باید بهش توجه کنیم، این که میگه محاسبات غلط ممکنه ایجاد جنگ بکنه. میگه جنگ محاسبات غلط و تصادف ها ممکنه ایجاد جنگ بکنه. هفته گذشته خوندیم هممون که دو تا رزمناو روسی و آمریکایی به فاصله چند متری، حالا معلوم نیست این اشتباه فرماندهان این ناوگان ها بوده چی بوده، کم تجربگیشون بوده، اشتباهشون بوده، گردن کلفتیشون بوده، بیعقلیشون بوده، من نمیدونم چی بود. حالتی جنگ داشت ایجاد میشه، دو تا ناوشکن نزدیک هم دیگه، اینا امواجی رو که تو آب ایجاد میکنن خودش خطرناکه. در هر حال تصادف هم میتونه جنگ ایجاد بکنه. وزیر خارجه آلمان میگه مسائلی که عنوان میکنه، میگه آقا جنگ ممکنه به دلیل چیزای پیش بینی نشده اتفاق میفته. قبل از اینکه این آقا بره، آقای وزیر خارجه آلمان بره به تهران، رفت به عراق با عادل عبدالمهدی، این جملهش اینه: خطر آشکاری در ارتباط با محاسبات اشتباه، بروز سوء تفاهمات و تحریکات وجود دارد و عواقب پیش بینی نشده. این کلمات رو یک آدمی که میگه، آدمی هستش که از یک وزارتخونه میاد که تو وزارتخونه یه تعداد کارشناس نشستن، این کلمات رو میکشن، وزنش میکنن. این جمله وقتی نگاه میکنی با همه کوتاهی خودش، دونه دونه این کلمات معنا داره. این یه واقعیتی رو داره میگه، یک وحشت درستی رو داره عنوان میکنه. این که من در صحبت هایی که در خدمت شما در میهم میکنم، در تلویزیون میهم میکنم، به عنصر خطرناک جنگ اشاره میکنم، نه به خاطر این هستش که آمریکایی‌ها نمیفهمن که این جنگ ممکنه دامنهای عجیب و غریب اسلامی، شیعه، سنی، نمیدونم ملی، ضد آمریکایی، ضد یهودی، ضد اسرائیلی و انواع و اقسام و اشکال رو پیدا بکنه، حتی ممکنه اشکال ملی و طبقاتی هم پیدا بکنه وقتی که شلوغ بشه، وقتی دستگاه‌های سرکوبی تضعیف بشن، اشکال گوناگونی از توش در میاد. چی فکر میکرد که داعش در میاد؟ اصلا کسی همچین فکر نمیکرد.
در عمل دیدیم در آمد. چی فکر میکرد از توی طالبان القاعده در دید؟ در آمد. چرا؟ برای این وقتی رابطه قدرت عوض میشه، مسائل غیر قابل پیشبینی در جامعه اتفاق میفته. بسیاری از عقده ها، بسیاری از درخواست ها، مطالبات درست، چه تنها عقده بگیم، اینها فضایی پیدا میکنه برای بیان شدن که غیر قابل کنترله. بنابراین این جمله که میگه خطر آشکاری در ارتباط با محاسبات اجتماعی، بروز سوء تفاهم و تحریکات وجود دارد و عواقب پیش‌بینی شده، به همین مسائل توجه میکنه. و ما از کجا میدونیم که اگه فرد دعوا بشه شیعیان بحرین مثلا تو اون مملکت سر بلند نمیکنه؟ چی میتونه تضمین بکنه؟ اصلا چرا سر بلند نکنه؟ ممکنه ناراضی بشه سر بلند کنه. من طرفدار عرض کنم حضورتون که اعمال خودجوش غیر عاقلانه نیستم، ولی خب دست من و شما که نیستش که همه چی. از کجا معلوم این اتفاق در بین شیعیان عربستان که در منطقه نفت خیز هستن، خیلی هم مهمه اون منطقه ای که زندگی میکنن، اینا از کجا معلوم که اینا سر بلند نکنن؟ مگه همین الان دعوان عرب و دولت عربستان، مگه همین الان از اینا نمیگیرن عرشکان اعدام نمیکنن؟ من نمیخوام بگم ماهیت این دعوا چیه، به من در حال حاضر در اینجا به من مربوط نیست، ولی وقتی صحبت اشتباه چیه میکنید، وقتی صحبت اشتباه محاسبه رو میکنید، یه حرفی گوش بکنیم. البته همیشه فکر نکنیم که اینا همش عرض کنم که رجز خونیه، نه واقعا ممکنه بعضی از اینها ناگزیر باشن این حرفا رو بزنن برای حفظ حیات خودشون. سردار کوسری فرمانده قرارگاه سارالله سپاه میگه که آمریکا به معنای واقعی توان و آمادگی درگیری با جمهوری اسلامی رو نداره. خب برای این یارو اگر به همچین حرفی اعتقاد داشته باشه، خب دستش بازه برای اینکه تحریکات ایجاد بکنه، میتونه این کارو بکنه. اینکه این آقای وزیر خارجه آلمان میگه حرف درستی میزنه، از اون طرف هم نگاه میکنیم که این شریعت مداری همین امروز تو کیهان امروز نوشته ژاپن و آلمان برای میاندیگری نیستن، با کلاه گشاد آمریکا میاد. البته حرفش خرد نیست، ولی چرا کلاه گشاد؟ آمریکایی‌ها همون حرفایی رو میزنن. ای کاش که دوستان سابق مجاهد ما گوش کنن این حرفا رو، این حرفا رو اصلا گوش کنن، چون خودشون نوشتن این رو. این آقای جان بولتون میگه که تغییر رژیم سیاست پرزیدنت نیست، ما خواستار. این جمله خود مجاهدین هم توی نشریهشون نوشتن، ما آماده اقدامات دیپلماتیک برای حل بحران هستیم. ببینید وقتی من نمیدونم آقای نادری میایم راجع به مشکلاتی که این هموطنان ما دارن صحبت میکنیم، اساسش فقط عواطف یا چه میدونم احساسات جریحه دار ما نیست، چون اونا جای خودش. به هر حال اگر منافع عمومی رو در نظر داشته باشیم، آره خیلی از این چیزا قابل گذشته، ولی آخه شما به جون خودتون هم فکر نمی کنید. این رفیق شماست، این به شما گفته 2019 قبل از 2019 میریم اونجا. خب این که نشد، حالا هم که آمده رسما اون روزی که نوشته که ایران رو باید بمباران کنیم، من نامه نوشتم که آقا این آدم میگه ایران رو بمباران کنیم، از این فاصله بگیریم. خب شما عرض کنم حضورتون که فکر کردی خیلی طنز قشنگی بمیسید که ما میگیم خونه املاک تو در مازندران بمباران نکنن، خودتون رو مسخره کردین. در حالی که هم خودتون میدونین هم من میدونم که داشتن
آقا ما کلی به تلفن خصوصی شما گوش کردیم. در هر حال عرض کنم حضورتون که مشکلی که وجود داره مشکل من و شما نیست، مشکلی خارج از اراده ماست. یعنی خودمون رو وصل نباید بکنیم به عوامل متغیری که در اختیار ما نیست، ما نمیتونیم روی اینا تأثیر داشته باشیم، یا لااقل الان نمیتونیم تأثیر داشته باشیم. ما باید کارهایی که در حوزه ارادمون هست رو انجام بدیم. من متاسفانه میخونم میبینم که همین الان این مجاهدین چه میدونم به تیرانا میگن، نمیدونم اشرف جدید، اشرف نو، نمیدونم از این حرفا میزنن، این کشور همین الان تو آتیشه، تو عصبانیته، برای اینکه مردم این کشور ناراضی هن از رؤساشون که دزدن. من نمیگم دزدن، خودشون میگن، خرش کنم وجودتون که مردم میگن، میگن در جنایت سازمان یافته هستن، باید برن. ببینید چرا بایستی ما سرنوشتمون به حوادثی یا به منافع گره بخوره که ما اون منافع رو تعیین نمی کنیم، دیگری تعیین می کنه. بنابراین وقتی که میگیم که اینها باید خودشون رو انطباق بدن با شرایط مبارزاتی عام جامعه ایران و به فعالیت سیاسی رو در بیارن، خواب ارتش آزادی بخش و اونم توی قلعه ای که درش بسته است، حتی برای خوار مادرتون هم بسته است، برای برادرتون، عمتون، خالتون هم بسته است، کسی حق نره بره اون تو، از اونجا نمیشه کاری کرد. گفتن این حرف که جنایت نیست، این خدمت به بخشی از هموطنان ما. میبینیم که در مقابل حرفایی که همین یکی دو روزی بیان شده، اینا عکس‌العمل‌های عجیب دیوانواری توی روابط خودشون توی انجمن‌ها شروع کردن. دوباره عرض کنم که جسارت به میهن و به میهن یاران، حالا اون خیلی اهمیت نداره چون عادت دارم بایش این کارا رو بکنم. چیزی که مهمه این هستش که در حالی که شورای امنیت کشور به دولت اطلاع داده که دولت هم مثلا رئیس دولت اونجاست توی شورای عالی امنیت کشور، رئیسش رئیس جمهوره، آمده مسببه ای داره که آب اروپایی ها بگین ظرف 60 روز تکلیف خودشون با برجام روشن کردن، تعهدات خودشون نسبت به برجام روشن کردن، و الا ما یعنی اولتیماتوم نوشته نیست، ضرب العجل یعنی اولتیماتوم. اولتیماتوم که میدن وقت تعیین میکنن و الا ما فلان کار رو خواهیم کرد، این اسمش از اولتیماتوم. ظریف حالا داره تموم میشه دیگه، حالا 28 روز یا 29 روز مونده به پایان اولتیماتوم. 8 می، آره دیگه 8 می گفته بودن که 5 کشوری که باقی موندن بایستی تکلیف خودشون رو ظرف 60 روز معلوم کنن، الان 28 روز مونده. میگن ما محدودیت های پذیرفته شده در برجام را متوقف میکنیم. اروپایی هم که اون موقع اطلاعی دارن که آقا برو کشکت بسار، ما اولتیماتوم نمیپذیریم. حق هم دارن، چه اولتیماتوم بپذیرن، اینا کاری که گفتن انجام میدیم انجام دادن، منتها عملی کار شرکت درست کردن با شما معامله بکنن. ولی شرکت چجوری باید معامله بکنه؟ بایستی که قواعد عمومی مربوط به تجارت بین المللی عمل کنه. خب آمریکایی میگه اگه این کارو کردی ما عرض کنم وجودتون تو رو تحریم میکنیم. خب اگه تحریمشون بکنن البته به نفع آمریکایی هست چنین کاری بکنن، صنایع داخلیشون، این کشوری نیستش که خیلی نیازمند کشورهای دیگه باشه، خودشون هم آدمش دارن، هم امکاناتش دارن، هم سرمایه‌اش دارن، خودشون کارهاش خودشون انجام میدن. در بسیاری از موارد اینا نیازمند درست از چین جنس میخرن، ولی که اگر از چین جنس نخرن، نمیدونم از ایران نفت نخرن، نفت خودشون خوری گرونتر دارن، جنس خودشون خوری گرونتر دارن. ولی اینجوری نیست که اینا نیازمند چین و نیازمند ما چین و ایران و اینا باشن. اینا امکاناتشون دارن بیش از 70-80% نیازشون خودشون هم میتونن تامین کنن. حالا ممکنه اینجا و اونجا هم مشکل ایجاد بشه، مشکلش مثل مشکل آخوندنش که مردم به درست میگه. حالا ظریف بهش وقت که داره میگذره میگه آمده دیروز میگه که
درباره 60 روز ضرب العجل بحث ما نیست. آنها می توانند وظایفی را که میخواستن انجام بدن. اونها هم جانم. نتیجه که میخوام بگیرم این است که حتی روس ها هم، نماینده دائمی روس ها هم گفته که مکانیزم ویژه اتحادیه اروپا برای مجادلات نمیتواند کاری بکند. اثری از آن دیده نشد. نتیجه این که بنبستی که در شرایط فعلی برای رژیم ایران فراهم آمده یک فرصت تاریخی است برای همه ما، برای اینکه ما بتونیم خدمت گذاری کنیم به مردم ایران. تا آخر این برنامه نتونستیم با آقای روحانی این برنامه رو به پایان سرانجام درستی برسیم. سعی کنیم یه بار دیگه ببینیم آقای روحانی رو میتونیم داشته باشیم. نه متاسفانه. بذاریم ما یک بار دیگه آقای روحانی رو بیاریم. نه متاسفانه ارتباطمون قطع شد به طور کل با آقای روحانی. آقای روحانی البته توضیح دادن که یک دوستی رو، یعنی یک متخصصی از شرکت اینترنت رو برده بودن که این کار رو درست بکنه و اون آقا هم گفته بوده که این مشکل از اینجاست و از اونجا نیست و از اینجاست، ولی ما توضیح دادیم که ما با سایر دوستان چنین مشکلی رو نداریم. آقای مصداقی 4 ساعت صحبت میکنه که اتفاقی نمیفته. آقای ایجادی 2 ساعت صحبت میکنه در فرانسه و همچنین عرضم به حضور شما که آقای سلیمی، ولی ایشون هم معتقده که در بلژیک به حال یه سری محدودیت های اینترنتی وجود داره. دقیقا هم درسته، به خاطر اینکه اونجا قلب اروپاست و تمام خیلی رفت آمد در بروکسل انجام میشه. بنابراین اونا سعی میکنن که دستگاه اطلاعات امنیتشون رو قوی بکنن. اجازه بده که با از طرف خودم، از طرف آقای روحانی، از شما نازنینان سپاسگزاری کنم از اینکه مهر کردید و این برنامه رو دنبال کردی. از شما تشکر کنم. تا فرصت دیگر و گفتگوی دیگر با آقای روحانی نازنینمان در دوشنبه پیش رو. ممنون از شما.